حسابی عزیز در خدمتی. متشکرم. استارت لایف کورت بفرم. با سلام و درود بیکران خدمت تمامی همکاران حاضر در جلسه و عزیزانی که ما رو از طریق یوتیوب و رادیو تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنند. جلسه نمایندگی منطقه جنوب آلمان رو در تاریخ 27 فوریه سال 2022 و در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنیم. من در ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. سرکار خانم سمانه بیرجندی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه 1400، سرکار خانم مریم حبیبی با بررسی هدف 16 از سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آقای عباس رهبری با موضوع تغییر دین در ایران، جناب آقای اسفندیار سنگری با موضوع دموکراسی یا ایدئولوژی دینی و سرکار خانم نیلوفر جلیلی با موضوع شعارهای انقلاب 57 و دستاوردها. و در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم با موضوع حق دنیای زیبا و آزاد، خشونت در جامعه ایران. دوستان و همراهان عزیز هم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو بیان بکنن. من در ابتدا از خانم سمانه بیرجندی دعوت میکنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه 1400 رو خدمت شما به اطلاع شما برسونم. سر خانم بیرجندی بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. عرض سلام و درود دارم خدمت همه همکاران عزیز. شماری از مهندسین استان خراسان رضوی در اعتراض به عدم تصویب تعرفه سالانه خدمات نظام مهندسی در مقابل ساختمان اداره کل راه شهرسازی این استان واقع در مشهد دست به تجمع زدن. این موارد، این اخبار مغایرت داره با ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی و ماده 23 حق امنیت کار. حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان دهدشت اجرا شد. به دنبال اعدام وی، دو طایفه خانواده مقتول و فرد اعدام شده درگیری گروهی شکل گرفت که در جریان آن یک نوجوان 16 ساله به قتل رسید. کارشناسان بسیاری همواره اجرای حکم اعدام به اتهام قتل را عاملی برای باز تولید خشونت دانستند و هویت این زندانی پرویز خدادادی 30 ساله و متأهل دارای دو فرزند از روستای برج علی شیر از توابع دهدشت بوده است که این تناقض داره با ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 10 حق محاکمه قانونی. سعید زاره شهروند ساکن شیراز به صورت تلفنی به اطلاعات سپاه این شهر احضار شد. او در دی ماه 98 در جریان پیگیری وضعیت برادرش که زندانی سیاسی سابق بود به نام سجاد زاره و بازداشت بود و نهایتاً توسط دادگاه انقلاب شیراز به 6 ماه حبس تعلیق محکوم شده بود، از دلایل احضار این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست. با این حال وی سال 98 نیز پس از بازداشت و تشکیل پرونده توسط نهاد امنیتی به حبس محکوم شده بود که اهداف سند 23 یونسکو هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح. امیر عباس آزمون روزنامه نگار و فعال کارگری توسط دادگاه انقلاب تهران به 4 سال و 3 ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت خروج از کشور و منع عضویت در گروه های سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد.
موارد نقض و ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا به بهانه رسیدگی به دلیل قطع شدن کارت تلفن از بند خارج شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است. او از تاریخ 17 آذر ماه 99 دوران محکومیت 2 ساله خود را در زندان اوین سپری می کند و در تاریخ 1 اردیبهشت 99 به صورت غیابی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. و موارد نقض رعایت ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. جمعی از کارگران شاغل در میدان نفتی یادآوران واقع در خرمشهر دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند. کارگران معترض خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و همچنین اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند و مغایرت آن ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی و ماده 23 حق امنیت کار هستش. و اما یک خبر در مورد محیط زیست که مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان پسماندهای بیمارستان را موزل جدی در استان دانست و گفت بی خطر سازی پسماندهای عفونی مراکز درمانی پراکنده به عهده سازمان نظام پزشکی است که متاسفانه این نهاد به وظایف قانونی خود عمل نمی کند. آقای جواد اشرفی همچنین افسود پسماندهای عفونی پیش از دفن زباله ها باید ایمن سازی و بی خطر شوند که خوشبختانه همه بیمارستان های بزرگ استان دارای دستگاه بی خطر ساز هستند که از عملکرد این دستگاه ها به صورت مستمر بازدید میشه که میتونیم اون رو در اهداف هدف 11 سند 20 یونسکو تبدیل شهرها و سکونتگاه های انسانی به مکان های همه شمول مدیریت زباله ها مقایسه کنیم. اما مرگ مرموز یک متهم با اتهامات مالی که بازداشت شده بود و در بازداشتگاه کلانتری 109 بهارستان به سر می برد در دستور کار حبیب الله صادقی بازپرس ویژه کشیک قتل تهران قرار گرفت. بررسی اولیه حکایت از اون داشت که متهم 36 ساله و با شکایت شاکی خصوصی و حکم جلب به بازداشتگاه منتقل شده بود و روز بعد به مرجع رسیدگی انتقال پیدا کرد که در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. در حالی که در اولین معاینات علت فوت متهم خونریزی معده تشخیص داده شده بود، با دستور بازپرس جسد برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل شد که مغایرت داره با ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. شهاب سلطانیان زندانی سیاسی با پایان مرخصی به زندان تهران بزرگ بازگشت. آقای سلطانیان که از فروردین ماه سال جاری در دوران محکومیت 3 ساله خود بود در تاریخ 16 دی ماه به مرخصی اعزام شده بود و مغایرت اون در ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه می باشد. و اما بازداشت ماتیاس علی حق نژاد دیوان عالی حکم دادگاه را پس از 7 سال نقض کرد. عبدالرضا ماتیاس علی حق نژاد نوکیش مسیحی که به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود طبق حکم شعبه دوم دیوان عالی کشور در روز 25 دی ماه 1400 در انزلی زندانی شد. دیوان عالی حکم دادگاهی را که ماتیاس در دو نوکیش مسیحی دیگر را تبرئه کرده بود پس از 7 سال نقض کرد که موارد نقض اون هستش: ماده 11 است حق و اصل براءت، ماده 18 حق آزادی عقیده.
و اما یک نوجوان 16 ساله قربانی کودک همسری در شهرستان دلگان اگه اشتباه نکنم دست به خودسوزی زد و جان باخت. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی ضربات جبران ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می‌کند و بارداری‌های زیر 18 سال، مرگ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق بازماندگان از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب‌هاست که می‌تونیم به مواد ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 16 حق آزادی انتخاب همسر، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و فرهنگی مالی و ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه اشاره کنیم. و اما تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میاناب در شهرستان شوش در اعتراض به وضعیت قراردادهای کاری و دستمزد پایین که مایرت اون هست با ماده 22 حق امنیت اجتماعی مالی فرهنگی و مالی و ماده 23 حق امنیت شغلی. سه سوختبر بلوچ در شهرستان مهرستان بر اثر تصادف رانندگی کشته و زخمی شدند که مغایرت اون هست با ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و مالی فرهنگی و ماده 23 حق امنیت کار. و حکم اعدام سه زندانی در زندان مرکزی ایلام اجرا شد. هویت این زندانیان که بیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، حامد منوچهری اهل شهرستان مهران، محمد کریم نژاد و سبحان شوهانی عنوان شده است که مغایرت اون با ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و هدف 16 ترویج جوامع صلح‌جو و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمامی سطوح. رئیس پلیس امنیت عمومی لرستان از پلوم 9 واحد صنفی به دلیل آنچه که تبلیغ نامتعارف کالا عنوان شده بود خبر داد. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است که مغایرت اون هست در ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی و ماده 23 حق امنیت کار. خانم آرزو رحیم‌خانی استاد دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک از ادامه فعالیت محروم و از دانشگاه اخراج شد. خانم رحیم‌خانی در تاریخ 8 تیر امسال به همراه همسرش رامین بیرانوند توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ 5 مرداد ماه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. مغایرت اون هست با ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 23 حق امنیت کار. و اما منصور معتمدی مسئول انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهرستان رام هرمز از فرسودگی قلعه های داوود اختر و امیر مجاهد خبر داده و گفته که این آثار تاریخی دوران ساسانیان و این قلعه امیر مجاهد مربوط به زمان سلطه خوانین بختیاری در منطقه رام هرمز بوده و همکنون هم در حال فرسودگی هستند و اقدام جدی برای مرمت آنها صورت نگرفته. به گفته آقای معتمدی در حال حاضر این قلعه فرسوده شده و دیگه جزء میراث فرهنگی محسوب نمیشه که میتونیم به ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه و هدف 11 از سند 20 یونسکو تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکان‌های همه شمول مقاوم و پایدار و حفظ میراث فرهنگی و طبیعی اشاره کنیم. و اما آخرین خبر هم بر اساس ویدیویی که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده، وزیر آموزش و پرورش از یکی از مدارس شهرستان منوجان در جنوب کرمان که در نتیجه وقوع سیل اطراف آن به طور کامل از آب احاطه شده است بازدید کرده و در این ویدیو به جای ارائه راهکار خطاب به مسئولان محلی میگوید
100 تا 200 تا بلوک اینجا بگذارید، بچه ها برون داخل، تنبلی نکنید و اصلا هیچی نمیخواهد. که مغایرت اون هستش، یک با اهداف سند 20 هدف 3، تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، و ماده 22 اعلامیه حقوق بشر، حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، و همچنین ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان که تا این لحظه من رو همراهی کردین. مایک در خدمت شما. سپاسگزارم خانم بیرجندی بابت تهیه و ارائه گزارش بسیار خوبتون. از دوستان و همکاران عزیز، اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر و دیدگاهی دارن، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. جناب آقای سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. درود و وقت بخیر خدمت همه عزیزان، و تشکر میکنم از خانم بیژندی برای گزارش تحلیل عالی ارائه دادن. من یک حالا گوشیم زنگ خورد، یه جایشو نشیدم، اما جایی که شنیدم آقای زرتشت احمدی راقب، اگر اشتباه نکنم ایشونو فکر نکنم ذکر کرده باشید، ایشون هم بازداشت شدن و یکی از فعالای مدنی هستن که 17 سال آتش نشان بودن، ولی خب دیگه حقی که اعتراض باید بکنه و حقشه و اعتراض میکنه و بازداشت میشه، و این مورد هم من خواستم ذکر کنم، چون واقعا به نظرم کسی که دارن فعالیت میکنن، به خصوص فعالیت های مدنی و بازداشت میشن، حقشونه که گفته بشه و فراموش نشن. ممنون از شما. سپاسگزارم آقای سبزیان. بله، متاسفانه موارد نقص توی یک ماه خیلی اتفاق میفته و بهتر جمع کردن تمامی این موارد واقعا کار خیلی سختیه و همه رو بخوان ارائه بدن واقعا ساعت ها زمان میبره. ولی متشکرم از شما بابت این نکته‌ای که فرمودید، و همچنین از خانم بیرجندی هم تشکر می‌کنیم. از سخنران بعدیمون دعوت می‌کنم، سرکار خانم مریم حبیبی با بررسی هدف 16 از سند 20 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم حبیبی بفرمایید، خواهش می‌کنم، مایک در اختیار شماست. با درود و وقت بخیر خدمت همکاران عزیز، موضوع سخنرانی من تحلیل هدف 16 از سند 23 یونسکو و مغایرت اون با قانون اساسی ایران است. البته در دو قسمت انجام میشه به علت طولانی بودن و اینکه 7 تا بند داره، من امروز یه 2 بند آن رو توضیح میدم و انشالله در جلسه بعد بقیه اون رو. خب من اول یه توضیح کلی از سند 23 یونسکو بدم. همونطور که میدانیم این سند مجموعه از 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه میباشد که رؤسای دولت‌ها و نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایه 23 رو با هدف بهبود سطح زندگی مردم سراسر جهان و دستیابی به این اهداف تا سال 23 میلادی تصویب کردند. اولین بند هدف 16 کاهش چشمگیر تمامی انواع خشونت و نرخ مرگ و میرهای ناشی از آن در همه جا می باشد. خشونت به دو دسته کلامی و غیر کلامی، یعنی فیزیکی، صورت می گیرد و اصلی ترین علت خشونت رو باید در روح و روان فرد جستجو کرد. گاهی عوامل روانی خشونت ریشه در یک تعارض حل نشده دارند، یعنی فرد در مقابل یک مسئله دچار احساس دوگانگیه و این دوگانگی اغلب خود رو به صورت طغیان‌های پرخاشگرانه در مقابل دیگران نشون میده. از رایج‌ترین انواع خشونت که بعضاً به مرگ و میر خاتمه می‌یابد، میتوان به مواردی همچون خشونت علیه کودکان مثل کودک همسری، عدم تحصیل، کودکان کار، تجاوز، دو خشونت علیه زنان مثل حجاب اجباری، تجاوز، ختنه، عدم در اختیار داشتن بعضی حقوق مثل خروج از کشور، تحصیل و کار، و همچنین خشونت اقتصادی مثل بیکاری، مثل
عذر میخوام بچه من یکم سر صدا میکنم، مثل بیکاری و عدم پرداخت حقوق معوقه و همچنین خشونت فیزیکی مثل ضرب و شتم و همچنین خشونت خودمحور مثل خودکشی و خودآزاری و در آخر خشونت علیه جنس سومی ها اشاره کرد که بروز این معضلات ریشه در فرهنگ و مدیریت ضعیف دولت مردان کشورها دارد. امروز در واقع خشونت تحمیل شده است یا دولت ها و قدرت مردان به مردم یک کشور و گاهی سطح طمع و قدرت طلبی در بین دولت مردان به حدی افزایش پیدا میکنه که بروز خشونت ها به سطح برون کشوری و در قالب جنگ و درگیری های مسلحانه بروز پیدا میکنه که قربانی اصلی اونها شهروندان اون کشورها هستند. از همین رو مهار و کنترل خشونت در سطح جهانی بسیار حائز اهمیته و سازمان ملل متحد در کنوانسیون های متعددی همچون کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی به این موضوع توجه خاصی کرده. متاسفانه در ایران شاهد گونه های مختلفی از خشونت هستیم و در سالهای اخیر با افزایش معضلات اقتصادی و در نتیجه کاهش سطح رفاه مردم بروز خشونت به میزان زیادی رشد کرده و زندگی و امنیت را از هموطنان سلب کرده و از همین رو شاهد اعتراضات مردمی در سراسر ایران بوده ایم که نتیجه جز سرکوب، بازداشت، حبس و در نتیجه اون شکنجه، خودکشی، اعدام و بروز انواع بیماری ها برای زندانیان به همراه داشته. اما در راه دستیابی به هدف 16 چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ قدم اول و اصلی شناخت حق و خود، حق خود و دیگران است. یعنی اگر ما به عنوان یک انسان با حقوق ذاتی که به صورت برابر و به دور از هر گونه تبعیض برای همه از بد به تولد که برای همه از بد به تولد وجود داره و در قانون اساسی هم به آن اشاره شده اما عمل نشده آگاه باشیم، قطعا در مواجهه با مسائل گوناگون میتونیم برخورد مناسب تری از خود نشون بدیم و به حق دیگران تعرض نکنیم. قدم دوم و ساده ترین کار اینه که ما میتونیم به عنوان یک عضو از یک جامعه جهانی انجام بدیم، افزایش سطح علم و آگاهی خود نسبت به مسائل پیرامون خود و در نتیجه اون برخورد مناسب و منطقی با معضلات میباشد که این توانایی از طریق افزایش سرانه مطالعه به راحتی به دست خواهد آمد. و اگر ما بتوانیم خشم خود را در قبال خود و دیگران مدیریت کنیم، قطعا میتونیم به مرور زمان به جامعه‌ای به دور از خشونت دست پیدا کنیم و شاهد اتفاقات ناگوار همچون قتل‌های ناموسی، تجاوز، ضرب و شتم نباشیم. و صد البته میتونیم در این راه از متخصصین این حوزه که غالبا تحت عنوان مشاور خانواده یا روانپزشک مشغول فعالیت هستند، کمک و راهنمایی بگیریم. دومین بند از هدف 16 پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان هستش. بر اساس ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک تمامی افراد زیر 18 سال کودک محسوب میشن و یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین قشر در هر جامعه و کشور کودکان هستند. کودک سالم و توانمند آینده خودش رو به دست میگیره و در پی اون میتونه در آینده کشور خود نقش موثری داشته باشه. کودکانی که با آگاهی از حق کودک در جامعه و خانواده خود پرورش می‌یابند نسبت به حفظ کرامت انسانی خود و مقابله با هر گونه سوء استفاده روحی و جسمی آشنایی دارند و تا حدودی در برابر مسائل مختلف برخورد مناسب‌تری از خود نشان می‌دهند. شرکت در جنگ و مناقشات مسلحانه، ازدواج و یا کار اجباری، عدم بهره‌مندی از آموزش و پرورش، خشونت خانگی، تجاوز، خودکشی تنها نمونه‌هایی از سوء استفاده و استثمار کودکان است که یک کودک ممکنه در معرض اون قرار بگیره. جامعه جهانی به خوبی از اهمیت کودکان برای آینده این کره خاکی آگاهی داره و به همین علت سیستم آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته جزء ارکان اصلی یک کشور است. و سازمان ملل متحد در کنوانسیون‌های متفاوتی همچون کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون شماره 138 درباره حداقل سن کار، کنوانسیون شماره 105 درباره ممنوعیت کار اجباری و کنوانسیون مربوط به حداقل سن ازدواج و پروتکل اختیاری، کنوانسیون حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1، 2، 25 و 26 و سند 23 یونسکو هدف 16 و موارد دیگر به صراحت از کشورها درخواست نموده که حق کودکان را به رسمیت بشناسند و از آنان دفاع کنند. اما وضعیت رعایت حقوق کودکان در ایران چگونه هستش؟
چقدر حقوق ذاتی و شهروندی کودکانمون رو میشناسیم و اون رو رعایت میکنیم. در اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کرامت و ارزش والای انسانی صحبت شده و در اصل 4 کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی بر اساس موازین اسلامی استوار شده، یعنی آنکه حق کودک بر اساس موازین اسلامی تعیین میشه، نه اصل و روش تربیتی بر اساس کنوانسیون های بین المللی که در کشورهای روبه رشد و پیشرفته به کار گرفته میشه و این مسئله و نحوه برخورد با کودک بر اساس دین و مذهب و به دور از پایه و اساس علم و کنوانسیون های بین المللی به میزان بسیار زیادی بر مظلات کودکان میافزاید و مقابله کردن با آنان را دشوار میکنه. باید بدونیم که فارغ از قوانین درون و بیرون کشوری، خانواده ها در تربیت صحیح کودک نقش پررنگی را ایفا میکنن که اگر خانواده ها با حقوق ذاتی و شهروندی خود و کودکان آشنا باشند، میتوانند برای رعایت آن و حتی اصلاح قوانین کشوری که همسو با مصلحت کودکان نیست تلاش کنند. بدرفتاری با کودک در کوتاه مدت و بلند مدت میتونه عواقب ناخوشایندی رو برای اونها داشته باشه و بروز آن در کودکان مختلف متفاوته، به طوری که در بعضی از آنها هیچ گونه علائم بالینی دیده نمیشه و عده دیگر با علائم اختلالات روانشناختی مانند افسردگی، اضطراب، مصرف مواد مخدر، پرخاشگری و انزوا و گوشه‌گیری مواجه هستند. یادمان باشد که اگر ما به عنوان فرد بزرگسال سهم سلامتی، شادی و آموزش و پرورش رو از کودکان بگیریم، با فقدان سلامت اجتماعی و ناهنجاری یک جامعه روبرو می شویم. کودکان آینده جامعه ما هستند، پس برای رعایت حقوق کودکانمان تلاش کنیم. و در آخر باید در مورد خلأهای قانون در مورد کودکان بگویم که اصلاح نشدن و همچنان به صورت سنتی و فرهنگ جامعه قدیم ماندن که نمونه اون حق خون فرزند برای پدر و جد پدری است. با این قانون پوسیده شاهد روزانه چندین مرگ فرزندان و کودکان کشورمان به دست پدرانشان هستیم، بدون اینکه مجازاتی برای پدران در نظر گرفته شود. من در اینجا سخنم رو به پایان میبرم. ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین و به امید خدا ما بقیه بندهای ماده 16 رو در جلسه بعد تحلیل میکنیم. من مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم خانم حبیبی بابت تحلیل کنوانسیون و سند BC یونسکو. از دوستان و همکاران عزیز، اگر در رابطه با صحبت‌های خانم حبیبی نقطه نظر و دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم تا شنوا باشیم. خب، سپاسگزار از همه دوستان و همچنین از خانم حبیبی. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم، جناب آقای عباس رهبری با موضوع تغییر دین در ایران. جناب آقای عباس رهبری، بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز، ممنون که وقتتون رو به من میدهید. و اما موضوع سخنرانی امروز من، قوانین ایران در ارتباط با مجسد تغییر دین و منافات آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر. اسلام شاید تنها دین مهمی در جهان باشه که تغییر دین از اسلام به مذهب یا عقیده دیگری که به آن نام ارتداد داده است را با مرگ مجازات میکنند. حالا معنی لغوی ارتداد چیست؟ ارتداد یعنی بازگشت، ترک کردن، بازگشت از دین اسلام. و در واقع در معنای اصطلاحی ارتداد زمانی تحقق پیدا میکنند که شخص مسلمان پس از رسیدن به سن بلوغ خود را مسلمان معرفی کند و پس از آن از اسلام روی گردند و کافر شود که آیه 217 سوره بقره مستند قرآنی این هم مصوم می شود. و مطابق این اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه می باشد و در کنار دین اصلی کشور و سایر ادیان زرتشتی کلیمی و مذهبی مورد شناسایی قرار گرفتند. و با این توضیح، اگر یک فرد ایرانی که در ایران متولد شده و پیروی از پدر و مادر خیش مسلمان محسوب شود و به سن بلوغ برسد، آداب دینی شیعه را انجام دهد و پس از آن کارها را ترک کند یا اینکه دین دیگری را انتخاب کند و از این دین اسلام روی گردانه و در این مورد را آشکار اعلام کند و نحوهی
که سایر مسلمانان از این موضوع آگاهی پیدا کنند، ایشان مرتد شناخته می شود. ارتداد امری است که مراجع تقلید باید آن را شناسایی و شخصی را به عنوان مرتد معرفی نماید که از جمله مثال واضح آن سلمان رشدی است که توسط فتوای خمینی حکم ارتداد سلمان رشدی صادر شد. به طور کلی ارتداد به دو قسمت تفکیک شده که ابتدا برای هر یک مجازات های جدایی در نظر گرفتن. مرتد فطری یعنی شخصی که از بعد تولد مسلمان بوده و بعد از رسیدن به سن بلوغ همچنان برای دین اسلام تاکید و احکام آن را انجام می‌داده است. سپس از دین اسلام روی گردن و به دین دیگری متمایل شده و در صورت شخص مرتد است و حکم آن مرگ است. البته تفکیک جنسی قائل شده است. بدین صورت که اگر زنی چنین شرایطی را داشته باشد و به توبه کند و توبه زن مرتد پذیرفته می شود و اگر توبه نکند مجازات مرگ هم نیست بلکه به حبس ابد محکوم می شود. تبعیضی مثبت که نه از سر حمایت و زنان که به صورت مبحثی که به اندیشه و عقل و خرد ارتباط دارد به دلیل اعتقاد به ناقض عقل بودن آن اعلام می شود. اما در کشورهای گسترده زندانیان سیاسی در سالهای 60 و 57 جان برخی از زنان سیاسی غیر مسلمان را از مرگ نجات داد و در این شرایط اگر مردی مسلمان مرتد شود زن او می تواند برای جدایی اقدام به و باید عده وفات نگه داره و در مقابل اگر زنی مسلمان مرتد شود مرد میتواند جدا شود. مرتد ملی شخصی از بعد تولد مسلمان نبوده است و حتی پدر و مادر ایشان نیز مسلمان نبودند و بعد از رسیدن به سن بلوغ اسلام آورده است که پس از این که مسلمان شده و دوباره از اسلام روی میگردانند و دین دیگری یا با دین قبلی خود رجوع کرده اند که در این صورت مجازات مرگ در انتظار شخص مرتد ملی است و 3 روز به او فرصت میدهند اگر توبه کند و به دین اسلام بازگرداند توبه ایشان پذیرفته شده و حکم اعدام منتفی میشود. دادگاه های ایران در 4 دهه گذشته صدها انسان را به اتهام و ارتداد به مرگ محکوم کردند. اما در قانون مجازات اسلامی و دیگری قوانین جزایی ایران تا کنون ماده مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه و صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کردند. اعدام و مجازات مرتدان فطری و ملی اما با یکی از مهمترین آموزه های اسلامی در تضاد است. در اغلب متون اسلامی تاکید شده است که اختیار و گزینش دین و روند آزادانه است که پس از تحقق و بررسی و تفکر و پرسش رخ می دهد. تضاد بین گزینش و آزادانه و محققانه دین با ممنوعیت تغییر دین، اما با این فرض فقهای مسلمانان حل می شود که هر تحقق بی‌طرفانه و درست درباره ادیان به ناچار به ضرورت به گزینش اسلام منجر می شود. حکومت اسلامی ایران نیز به قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لایحه جدید مجازات عمومی حراس حکومتگران را از رونق گرایش های غیر اسلامی در جامعه نشان داده و به این برداشت تأیید می کنند که در چهار دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ایرانی به دلیل سرخوردگی از حکومت و مذاهب و گرایش های غیر مذهبی روی آوردم. از آمار کل افرادی که به دلیل تغییر دین در ایران
دستگیر شدم اطلاع دقیقی در دسترس نیست، اما آنچه به وضوع به چشم می آید در چند سال اخیر تعداد قابل توجهی از مجرمان و مسیحیان و آیان در کشور دستگیر شدم. موج دستگیری این افراد پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران و هشدار او نسبت به افزایش کلیساهای خانگی شروع شد. این در حالی است که مطابق با بند 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی حق داشته آزادانه اندیشه و وجدان و دین است. این حق شامل آزادگی عقیده و تغییر مذهب و آزادگی آشکار کردن آیین و ابراز عقیده، چون به صورت تنها چه به صورت جمعی چه جمعی یا به اتفاق دیگران در قالب آموزش و عبادت و برگزاری آن در محیط‌های عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق توهین و تعرض به فرد دیگری به لحاظ اختلاف اندیشه ندارد. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بر اعلامیه حقوق بشر نیست، بلکه این قانون بر اساس فقه شیعه بنا شده است. به دلیل این موضوع را هم خطرات و عوارض اجتماعی گسترش و تغییر دین در جامعه اسلامی عنوان می کنند. از این رو چون تزلل در جامعه اسلامی خطر تلقی می شود، حکم مرگ را مجازات فرد مرتد می دانم. چرا گرایش به تغییر دین در ایران افزایش یافته است؟ به دلیل فشارهای اجتماعی و خفقان فرهنگی که با استناد به دلیل به دین اسلام به صورت گرفته است. بسیاری از مردم ترجیح دادند تا مسیر دینی خود را تغییر دهند. دینی که آزادی اجتماعی آن را تضمین کند و فشار روانی حاصل از آزادی و رفتارهای عرفی را بکاهد، همچنین سیاست آمیخته با دین جمهوری اسلامی و ناکار آمدن حکومت باعث شده تا فرق و ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور افراد بسیاری را نسبت به عملکرد اجتماعی دین امید کند. تفسیرهای مختلفی از دین سیاسی در ایران در این چهار دهه بیان شده که هیچ کدام نتوانست زندگی مرفه آزاده و امنی را برای مردم پدید آورد. به همین دلیل رویگردانی از دین اسلام و تغییر آن را میتواند تا حد زیادی با پای حکومت نوشه. از طرف دیگر ما وارد قرن 21 شدیم. جهانسازی و عصر اطلاعات مردم با ظرفیت‌های کاسته های عقاید قبلی مراجعه کردم و امکان مقایسه را فراهم کردم. در ایران نیز با توجه با اخبار دستگیری نوکشان مسیحی و مشخص است که وضعیت به همین شکل است. همچنین تلویزیون ها و وبسایت های اینترنتی اجازه دسترسی و شهروندان و اطلاعات را در مورد سایر ادیان فراهم کردم. عبارت دیگر تبلیغ دین دیگر از انحصار بر روحانیت شیعه خارج شده است. معتقدان به ادیان دیگران نیز به این امکان را یافتند تا دین خود را تبلیغ کنند. با وجود این که دین مسیحیت به عنوان یکی از ادیان رسمی در ایران شناخته می شود، اما تا مدت‌ها فروش انجیل و کتاب مقدس در ایران به شکل قاچاق صورت می‌گرفت، همچنان جاذبه مسیحیت برای افراد بسیار زیاد است. سوال دیگری پیش می‌آید. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که در بعضی از مناطق کشور
ایان تغییر مذهب داده و سنی شدن، آیا تغییر مذهب هم مانند تغییر دین ارتداد محسوب می شود؟ گفته می شود دولت با برخی از این افراد به بهانه اینکه طرفدار وهابیت هستند و برخورد می کنند و توجه به اینکه تسنن نیز داخل در اسلام است، تغییر مذهب از شیعه به سنی تغییر دین محسوب نشده و ارتداد محسوب نمی شود. ارتداد زمانی است که یک مسلمان از اسلام خارج می شود. در قوانین ایران و همچنین در فقه شیعه هیچ ممنوعیتی برای تغییر مذهب و رفتن به سمت تسنن وجود ندارد. برخورد حکومت ایران با این امر به این صورت است که دستگاه‌های امنیتی و سیاسی سعی می‌کنند این گونه اشخاص را در قالب مجرمین علیه امنیت مطرح کنند. به این که در ظاهر عنوان کنند که دلیل برخورد با آنها به خاطر رفتن به سمت تسنن بوده است. این در حالی است که به موجب اندیشه و حقوق بشر غربی و برخی از اساتید بین المللی حقوق بشر جور انکاری ارتداد به حقوق بنیادین و اولیه بشری در تعارض بوده و فرد باید در کنار حق انتخاب دین و مذهب دارای حق تغییر دین و مذهب نیز باشد. این دو رویکرد متفاوت نسبت به مسائل ارتداد بر آمده. اجایگاه محدودی آزادی ها از جمله آزادی تفکر، آزادی عقیده، آزادی دین، مذهب و هر یک از حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین‌المللی است. در این سخنرانی به من پایان رسیده. از این که وقت را به من میدهید ممنونم. اگر زیاد خوب نخواندم عذر میخوام و بپذیرید، به علت آنکه زمان زیادی از نوشتار فارسی نخواندم و مارک را رها میکنم. سپاسگزارم آقای رهبری، نه بسیار عالی و خوب بود. حالا با تنوید مسلما در ماهای آینده بسیار بهترم خواهد شد. از دوستان و همکاران عزیز، اگر در رابطه با صحبت‌های جناب آقای رهبری نقطه نظر، دیدگاه، پیشنهادی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله جناب آقای سبزیان، بفرمایید. خواهش می‌کنم، مایک در اختیار شما. خیلی ممنون که در اختیار من قرار دادید. آقای رهبری، واقعا موضوع خوبی بود. متن سخنرانیتون هم خیلی عالی بود، ولی خب اگر قبلش به من می‌فرمودید مثلا راهنماییتون می‌کردم و اینکه ما کلاسایی داریم تو آکادمی برای فن بیان با آقای افشارزاده. البته حالا الان میتونید تلگرام بهم پیام بدید، من راهنماییتون کنم و بعد جلسه هم امکان پذیره. و به نظر من خیلی عالی بود، فقط یک مشکلی بود که زمان متاسفانه شما کلا فکر کنم 13 دقیقه 14 دقیقه سخنرانی کردید اگر اشتباه نکنم و باید سخنرانی حداقل 20 دقیقه باشه. البته شما خب به دلیل اون استرسی که داشتید انقدر تون خوندید که فکر کنم حداقل متنتون حداقل 20 دقیقه بود، ولی خب به دلیل اون استرسی که داشتید دیگه 12-13 دقیقه شد. ولی خب بازم ممنون که اومدید و سخنرانی کردید. ولی خب حالا به نظر شخصی من مشکل نداره، این بالاخره اتفاق میفته و اینکه باید با تمرین اوکی بشه و من همین کار خواستم خدمتتون عرض کنم. اما که رها میکنم. ممنونم جناب آقای سبزیان. بله آقای رهبری، بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام و خسته نباشید. باز ببخشید مجدد، من باورتون میشه با خیلی وقته مثلا فارسی زیاد کار نکردم و یه ذرم استرس داشتم. دفعه اول هم بود سخنرانی داشتم. بازم من معذرت میخوام، اگه بد بود باز معذرت خواهی میکنم که سریع بچه‌ها تلاش میکنم خیلی بهتر بتونم انجام بدم. بازم ممنون از دوستان.
سپاسگزارم آقای رهبری. نه نیاز به عذرخواهی نیست، خیلی خوب بود، متنتون هم خوب بود، همه چیتون خوب بود. فقط همونجوری که آقای سبزیان هم گفتن نیاز به تمرین و تکرار داره دیگه، مشکل خاصی نیست. انشالله که ماهای آینده خیلی بهتر، الان عالی بود و خیلی بهتر اجرا بکنیم. متشکرم جناب آقای رهبری. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای اسفندیار سنگری با موضوع دموکراسی یا ایدولوژی دینی. جناب آقای سنگری بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و وقت بخیر خدمت همکاران و حاضرین محترم در جلسه. بشر در طی تاریخ 5000 ساله مدونش انواع حکومت‌ها را برای اداره امور عمومی خودش تجربه کرده. حکومت‌های جهانگشایان نظیر چنگیز، تیمور، آتیلا، حکومت‌های نظامی در کل آمریکای جنوبی و لاتین، حکومت رهبران دینی نظیر حکومت‌های خلفای راشدین بنی امیه بنی عباس تا عربستان امروزی و جمهوری اسلامی ایران و قرون وسطای اروپا و همچنین حکومت‌های کمونیستی نظیر حکومت‌های لنین استالین در شوروی سابق و بعد حکومت‌های دموکراتیک در طی این 400 سال گذشته به تدریج بشر این نوع حکومت‌ها را تجربه کرده. در بین مواردی که اشاره کردید، حکومت‌های با ایدئولوژی دینی و ایدئولوژی کمونیستی در واقع خطرناک‌ترین حکومت‌ها برای افراد انسان بودند، برای اینکه به خواست‌های افراد هیچ توجهی نداشتند. در مقابل حکومت‌های دموکراتیک بر محور اهمیت به فرد انسان بوده و قوانینش از اراده افراد ناشی شده. به این ترتیب حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، تقسیم کار بر مبنای مزایای نسبی و همکاری اجتماعی ذیل این حکومت‌ها رواج و گسترش یافت. از قرن 19 به این طرف یک تمایز عمده در درک از دموکراسی هست، به خصوص در اروپا و کشورهای غربی. آن هم این است که لیبرال ها در واقع میراثدار این ایده هستند. یقین دارند که دموکراسی امری کاملا سیاسی است و آن عدالت و اعمال قدرتی که معنای دموکراسی در آن هست نباید به عرصه اقتصادی تسری داده بشود و اقتصاد را اصولا باید به منطق و پویای خود بازار واگذار کرد، یعنی ثروت، توزیع ثروت و توزیع فرصت‌های اقتصادی را. اما از آن طرف سوسیالیست‌ها معتقدند که دموکراسی باید شامل عرصه اقتصادی و اجتماعی هم بشود و برای عادلانه‌تر کردن توزیع ثروت در یک جامعه دولت حق دارد که وارد عرصه اقتصادی هم بشود. این دو دیدگاه در واقع در جهان معاصر روبروی هم ایستادند. اغلب کارشناسان و مردم جهان به عنوان سیستم‌های سیاسی در دنیای متمدن امروزی به دموکراسی اعتقاد و گرایش دارند، زیرا در دنیای امروز بهترین شکل از حکمرانی محسوب می‌شود. با این حال هنوز هم ما شاهد بسیاری از انواع دیگر حکومت ها هستیم، مانند دیکتاتوری و استبداد حکومت های پادشاهی و حکومت های دینی یا ایدئولوژیک. شاید از دیدگاه عموم مردم تفاوت چندانی بین دیکتاتوری و استبداد وجود ندارد، اما در جنبندی لغوی میتوان اینطور تعریف کرد که دیکتاتوری میتواند حاکمیت یک حزب یا طبقه خاص باشد، در حالی که در استبداد همیشه یک فرد.
با عرض پوزش، همیشه یک فرد واحد است که در رأس امور است و تصمیم گیری می کند. فرد دیکتاتور در قبال کسی پاسخگو نیست و هیچ کدام از اقدامات وی قابل بازپرسی قضایی نمی باشد و نیز یک دیکتاتور اغلب استبداد هم می کند، زیرا می داند که برای هیچ یک از حرکات یا سیاست‌های خود نیازی به توجیه ندارد و حاکم بر زندگی و سرنوشت همه مردم آن کشور می باشد. جامعه که از اشتباهات خود درس نگیرد و یا اشتباهات خود را فراموش کند محکوم به تکرار تاریخ است. بارها در تاریخ کشورهای به خصوص منطقه خاورمیانه حکومت‌ها برانداز شدند و حکومت‌ها و جمهوری‌های جدیدی با شعارها و توقعاتی که مردم از آینده خود و کشورشان داشتند بر سر کار آمدند. شعارهایی که اکثریت ملت‌ها خواستار اجرا شدن آنها در کشورهای خودشان بودند. اما مشکل کجای کار بود که بعد از گذشت سالهای متمادی هنوز دولت‌های متمدن و به نوعی مردم نهاد نتوانستند خواسته یا ناخواسته به این آرمان‌ها دست پیدا کنند که به طور مثال در کشور ایران ما در دو دوره حکومت‌های سلطنتی پهلوی و جمهوری اسلامی هر دو با شعارهای کرامت و ارزش‌های انسانی، یکی با شعار مردمی و دیگری با شعار دینی بر سر کار آمدند. اما هر یک به نوبه خود در فراهم ساختن جامعه یکسان و عدالت محور و مرفه در حد اختیارات دولت خود برای مردم عاجز ماندند. جمهوری اسلامی با شعار استقلال و آزادی برای تمامی اقوام و ملل و سایر پیروان ادیان و دیگر اندیشان و همچنین با این شعار که حکومت پهلوی آزادی سیاسی را از مردم سلب کرده است به روی کار آمد. اما طولی نکشید که بعد از 6 ماه پس از انقلاب 1357 شعار دیگری در اذهان عمومی شکل داده شد و آن هم نه شرقی و نه غربی بود که به واسطه اسلام و قرآن تمام احزاب و گروه‌های سیاسی و دینی مخالف خود را به بند کشیدند و به بهانه محاربه با خدا و اسلام تا آنجا که می‌توانستند کشتند و سر به نیست کردند و نیز از سال 1360 در واقع حکومت و جمهوری اسلامی ایران فونداسیون و پایه حکومت ایدئولوژی دینی را بنا نهاد. سال 1367 کشتار دیگری صورت گرفت و تمام مخالفین و منتقدین به نحوه کشورداری را از اقصی نقاط ایران جمع کردند و در تهران قتل عام کردند. جنگی میان ایران و عراق صورت گرفت و قرار بر این بود که 6 ماهه به پایان برسد، اما 8 سال به طول انجامید و به قول آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، درخت اسلام بار دیگر با خون مردم ایران آبیاری شد. اما داستان در همین جا ختم نمی شود. این کشتارها در سایه ایدئولوژی دینی بارها و بارها به دست خود دولت‌های جمهوری اسلامی ادامه یافت. کوی دانشگاه، کشتار سال 1188 در جریان انتخابات ریاست جمهوری و قتل عام دیگر در سال 1196، کشتار مردم در آبان 1190 در اعتراضات به گرانی‌های کمرشکنی که از سوی دولت تحمیل شده بود و تا به امروز به هزاران دلیل مردم ایران را به بند می‌کشند و شکنجه می‌کنند، همچون تفاوت عقیده، ملیت و نگرش سیاسی، مردمی که تنها خواسته‌هاشان آزادی برای همه
بدور از نژاد و رنگ و زبان و دین بوده است. اگر نگاه کوتاهی به انقلاب معاصر کشورهای منطقه بیاندازیم و سرگذشت دیکتاتورهایی که پایان داستان زندگیشان به اعدام و یا فرار از کشورشان انجامید، میتوان دریافت که این ملت‌ها تنها از فساد و اختلاف طبقاتی ناراضی بوده و سعی در به وجود آوردن شرایط مناسبی برای تمامی اقشار کشور داشته و تا روز آخری که این دیکتاتورها در مسند قدرت قرار داشتند، شرایط کشور به گونه ای قلمداد می شده که همه چیز در کنترل دولت ها قرار دارند و مردم با تمام نارضایتی ها حکام و سردمداران خود را به عنوان مسئول و حاکم کشور قبول دارند. اما به یک باره ورق برگشته و هیچ قدرتی نمیتوانست که جلوی انقلاب یا خشم عمومی را بگیرد. معمر محمد قذافی در لیبی، صدام حسین در عراق و یا دیکتاتور رومانیایی نیکولای چاوشسکو که هر کدام به نوبت خود به مجازات رسیدند. اما شخصا به عنوان یک فعال حقوق بشر و مدافع اعلامی جهانی حقوق بشر به طور قطع با اعدام و هرج و مرج مخالف بودم و هستم. تنها مقصود از نشر و این سخنرانی این است که به عنوان یک شهروند ایرانی یادآور حقوق عامه مردم این کشور باشم و اینکه تاریخ نشان داده است که حکومت‌های دیکتاتوری یا استبدادی در جهان هیچ موقع دائمی نبودند و همیشه این مردم کشورها هستند که دیر یا زود برای آینده خود و کشورشان تصمیم می‌گیرند. متاسفانه در ایران بعد از انقلابی که قرار بود انقلاب مردمی باشد، پس از گذشت 4 دهه شاهد یکی از فاسدترین انقلاب‌ها و دولت‌های منطقه هستیم که از اعتماد مردم و اعتقادات دینی مردم سوء استفاده کرده و منطقه کشورداری را به سیاست دیکتاتوری دینی تغییر داده است. بدیهی است تا زمانی که به جای کارشناسان و مسئولان دلسوز ولایت فقیه و دلواپسانشان که همگی منطق دین سالاری و ایدئولوژی دیکتاتوری دینی را بر مردم سالاری و عدالت ترجیح دادن، روز به روز آتش خشم مردم ایران را بیشتر می کنند که در نهایت خود در این آتش خواهند سوخت. اما با روند پیش رو که مردم ایران در دهه اخیر پیش گرفتن، می توان امیدوار شد و نتیجه گرفت که با رشد روزافزون تکنولوژی، اخبار و رسانه‌ها و آگاهی رسانی مستمر فعالان حقوق بشری و مدنی، ملت ایران روز به روز بر حقوق حق خود آگاه شده و نیز آگاه‌تر از قبل خواهان عدالت اجتماعی و کرامت انسانی در تمامی سطوح کشور خواهند شد. و در آخر سخنانم امید به رسیدن به آزادی بیان عقیده، برابری اجتماعی و دموکراسی در تمامی زمینه‌ها برای ملت شریف ایران. سپاس از اینکه با این سخنرانی با من همراه بودید. سپاسگزارم جناب آقای سنگری بابت سخنرانی بسیار خوبتون. برای متاسفانه وقتی توی یک کشوری یک سیستمی بر پایه ایدئولوژی شکل بگیره، دیگه منافع اون کشور و منافع ملی مردم دیگه کلاً کنار گذاشته میشه. که توی ایران هم وقتی اون حکومت دینی شکل گرفت، به تنها چیزی که توی این 40 سال فکر کرد فقط و فقط منافع خودش بود. یعنی هیچ وقت قدمی رو به جلو و مثبت بر نداشت که منافع مردم حداقل در نظر گرفته باشه، یا اگرم برداشته باشه قطعا منفعت خودش بیشتر توش بوده.
و تمام فکرش و ذکرش فقط و فقط صدور ایدولوژیک به ایدولوژی خودش به تمامی دنیا بوده. ولی همینطور هم که شما تو سخنرانیتون فرمودید، قطعا نظام‌های دیکتاتوری هیچ وقت و هیچ وقت تا ابد پایدار نمیمونن و بالاخره یه روزی سرنگون میشن و امیدوارم که این روز برای کشورمون زودتر و زودتر اتفاق بیفته. از دوستان عزیز، همکاران گرامی، اگر در رابطه با سخنرانی جناب آقای سنگری نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم تا شنوا باشیم. بله جناب آقای امامی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود بر همه عزیزان همکار و شرکت کنندگان حضار محترم جلسه کنون حقوق بشر نمایندگی جنوب آلمان. در خصوص سخنرانی دوست عزیزم آقای سنگری عرضی داشتم، متاسفانه انقلابی که در ایران به اتفاق افتاد به نام جمهوری اسلامی یک حرکت کاملا سازمان یافته از طرف دولت‌های اروپایی و امریکایی بود. یعنی این بعد از 40 سال به همه روشن شده خمینی کارمند سیاه بوده، دستشانده سازمان سیاه انگلیس بوده و الان هم تا زمانی که اینها باج و خراج کشورهای اروپایی و امریکایی رو میدن بر سر کار هستن. زمانی که پاشون رو از حد خودشون درازتر کنن، مثل معمر قذافی، مثل صدام حسین، مثل رئیس جمهور آخر افغانستان، اسمش رو فراموش کردم، خیلی راحت با یک عملیات نظامی بر علیه مسائل اتمی میریزن توی کشوری و اون کشور رو خلع دیکتاتوریش میکنن. به اسم دیکتاتور، به اسم صدام حسین یا آقا دیکتاتوره میمادیم، ولی از یه جای دیگه میریزن تو افغانستان حکومت عوض میکنن، میریزن تو ایران حکومت عوض میکنن. کشورهایی که دارای معادن بزرگ نفتی و ذخایر طلا و سنگهای قیمتی هستن مثل ایران، افغانستان، عراق، همیشه دستخوش متاسفانه یه جورایی مثل مستعمره و دستخوش بازی قدرت‌های بزرگ دنیا هست. در مصر، در لیبی، در عراق هیچ کدوم از انقلاب‌ها مردمی نبود مثل انقلاب ایران که سال 57 انجام شد. امیدوارم مردم ایران اونقدر هوشیار بشن که خودشون باعث بشن که جمهوری اسلامی از کار بر کنار بره و یک دموکراسی مردمی جاش بشینه، نه اینکه یک کشوری مثل امریکا، روسیه و کشورهای قدرتمند دیگه، انگلیس و آلمان و فرانسه، برای ایران تصمیم گیری کنن افراد خودشون رو بگذارن بر سر کار. در تمامی صنعت ایران الان رکود هست و صنعت ایران خوابیده، از خودروسازی مثل ایران خودرو گرفته تا صنایع کوچیک شخصی. تنها صنایعی که همچنان داره تولید میکنه شرکت نفت ایران، معادن ایران همچنان دارن تولید میکنن. برای من جای سواله که تولیدات کجا میره که همچنان همیشه اسمش هست که ما تحریمیم، بودجه نداریم. تا زمانی که نفت ما به صورت خام دست اربابان امریکایی، انگلیسی، روسی تحویل داده بشه، جمهوری اسلامی بر سر ایران هست تا زمانی که مردم ایران روشن بشه. من ممنونم از اینکه وقتی رو به من دادی، مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم آقای امامی، متشکرم از نقطه نظرتون. جناب آقای شفایی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام دوستان، خسته نباشید. من در واقع خیلی ممنون از آقای سنگری که صحبت کردن
خوب بود، اما با نظر همکارمون دوستمون آقای ماهی من کاملا مخالفم. یعنی ایشون یک نگاهی داره به قضیه که اصلا انسان هیچ جا نیست، یعنی من و شما اصلا عددی نیستیم. این عددها اتفاقا اثرگذارترین هستن. ممکنه قدرت‌ها بتونن ذهن این افراد که من به عنوان عدد گفتم خراب بکنه، به جای شعور بهشون شعار یاد بده، بتونه اثرگذار باشه تو جامعه. ولی ما انسان ها هممون حق فکر کردن داریم، هممون میتونیم درست فکر کنیم و هممون میتونیم کارمون رو انجام بدیم و به خواسته هامون برسیم. زمانی که انقلاب شد شما نگاهتون که قدرت ها میخواستن این کار رو کنن، چه فرقی میکرد؟ یه نوکری داشتم میخوام بردارن یه نوکر دیگه بیارن، اگه مریضم خب سر جاش بود، قدر قدرتم بود برای خودش، هر کاری هم اونا میخواستن میکرد، جلو روسا وای میستاد، با چین معامله نمیکرد، در اختیار آمریکا بود. اگه مریض بودن برش دارن خمینی و امثالون بیارن که برن تو دامن چین و روسیه. ببینید نگاهامونو نگاهی بکنیم که یه مقداری واقعی تر باشیم. واقعی تر یعنی این که به خودمون احترام بذاریم، به خودمون به عنوان یک انسان. من وقتی یک انسان هستم و خودم اندیشه دارم، خودم فکر میکنم، بایستی به خودم باور داشته باشم و این با باور خودم کارامو انجام بدم. ولی این که از اول ذهنمون باشه که یه نفری از یه جایی قراره بیاد ما رو نجات بده، مثلا امام زمان، پادشاه یه گردن کلوب دیگه، یا یه دوره‌ای قرار اتفاق بیفته، مثلا یه جمعیت بیان ما رو ببرن بالا ببرن پایین، این اندیشه ها رو حداقل ما که آدم هایی هستیم که داریم راجع به حقوق انسان و باورمون این هستش که ما به عنوان یک انسان حق اندیشیدن داریم و حق اظهار نظر داریم و حق فکر کردن داریم، بیایم دنبال این قضیه. من کاملا با این قضیه مخالفم که قدرتی بیاد امثال من و تو رو تکون بده و ما رو برداره یه جایی ببره که خودش دلش میخواد. این کار شدنی هست در زمان ناآگاهی. وقتی ناآگاه هستیم برده میشیم، نمیدونم زیر دست میشیم، آواره میشیم، نوکر میشیم، کمان که نسل‌های قبل ما، پادشاهامون دیگه، تمام سیاستمدارمون نوکر بودن دیگه، مگه نبودن؟ انواع اقسام نفوذ و دولت رفت، قرارداد 1917 رو امضا کرد، نصف ایران رو بخشید به انگلیس. خب اینا همه هست، نمیگم نیست، این قراردادها وجود داشته. ولی اگر بیان بگیم برای این شاهو برداشتن یا اون دولتو برداشتن و به جاش اینا رو آوردن که بیشتر در بیارن، این فکر غلطه، چون هم اونم در اختیار بود دیگه، اونم در اختیار بود، هرچند میخواست بهشون میداد، هر اراده ای اونا میکردن میشد و تمام اینا در اختیارشون بود. ولی این به دلیل عدم آگاهی جامعه اون روز از موقعیت‌های اجتماعیشون، از نگاه‌های اجتماعیشون و عدم آشنایی با حقوق اولیه انسانی خودشون، متأسفانه در اختیار شعار قرار گرفتن. کمونیست‌ها قصدشون براندازی بود، کارهای چریکی، عرض کنم گروه‌های مختلف، هر کدوم با اندیشه‌های خودشون، نتونستیم یک جامعه سالمی داشته باشیم که همه در کنار هم با اندیشه باز زندگی بکنن. به همین دلیل من با این نگاه کاملا مخالفم و نگاه اینجوری ندارم. ببخشید. سپاسگزارم جناب آقای شفایی، متشکرم بابت دیدگاه و نقطه نظرتون. جناب آقای امامی بفرمایید، خواهش میکنم مایک در اختیار شماست، فقط لطفا تایم هم رعایت بکنید. آقای امامی متشکرم. در حتما تایم دقت خواهم کرد. من مطلبی رو میخواستم اضافه کنم طبق فرمایشات جناب شفاهی. من توی صحبت هم عرض کردم که امیدوارم مردم ما آگاه بشن که دولتی بر سر نظام ایران بیاد که
مردم نخواد باشه و دموکراسیش از طرف مردم انتخاب بشه. نه اینکه الان 80 میلیون نفر میگن آقا ما طرح سیانت اینترنت نمیخوایم، 18 نفر تصمیم گرفتن بشه تموم شد. این هیچ کجاش دموکراسی نیست. این ابتدای سخنم که عرض کردم خدمتتون که من نگفتم ما مردم هیچ نیستیم، ما آگاهی نداریم، ما وظیفه، ما فعالین حقوق بشر وظیفه داریم آگاهی رسانی کنیم به مردم ایران که آگاه بشن بابت تغییر هر آنچه که هست، نظام، قانون، هر چی که در توان مردم هست، تا دموکراسی کاملا برقرار بشه، حقوق بشر کاملا جاری بشه در ایران. و اما اینکه بحث حالا من نه شاه و کاری بهش دارم نه جمهور آخوندی رو، ولی من در ویدیوهایی که میبینم در فضاهای مجازی تو یوتیوب و اینستاگرام، شاه سرشاخ شده بود با دول اروپایی و امریکا. اینکه جناب شفایی میفهمند که اون رو برداشتن این رو گذاشتن مگه مرض داشتن، خب نه، در تمامی فیلم ها مشخصه که شاه صنعت ایران رو بالا برد. به جای اینکه الان خیلی از مردم میان تو اروپا برای کار، از اروپا می اومدن در ایران واسه کار، و بعد از این وقتی که بابت مسائل نفتی سرشاخ با اوپک و تمام جهان که خودش یک قطبی بود برای خودش، مسلما جابجاش کردن مثل یک مهره شطرنج. من این نظر رو قبول دارم تا اینکه بگیم مرض داشتن اون رو ببرن این رو بیارن. چیزی که شواهد نشون میده به نظر من اینه، و شواهدی که همچنان در عراق هست، در لیبی و در مصر وجود داشت، محمد قذافی، صدام حسین، شاه، هم اکنون در افغانستان خیلی راحت مهره جا به جا میکنن. من ماک رو رها میکنم. سپاسگزارم جناب آقای امامی، متشکرم. جناب آقای شفایی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. من باز حرفم یعنی یه بار دیگه تکرار میکنم، وقتی که نگاهمون اینه که کسای دیگری ما رو جا به جا میکنن، ما رو عوض میکنن، اونا تصمیم میگیرن، در واقع شخصیت خودمون رو بردیم زیر سوال. مثلا مهم نیست مال کدوم دوره. یک، اگر اینا 14 نفر نشدن طرح صیانت رو به اصطلاح تایید کردن، خود شاه به تنهایی اومد یه روز گفت از این به بعد ما یک حزب داریم به نام رستاخیز، همه حزبا تعطیل، هم در ایران که اون موقع 35 میلیون بودیم باید عضو حزب رستاخیز بشیم، هر کی هم نمیخواد پاسشو بگیره این مملکت بده. یعنی شما چون اصلا سن شما، شرایط شما به این نیست، شما مطالبی رو میخونید که الان ابزار در اختیار طرفدارای پادشاهیه. بله الان شما توی فیسبوک یا جایی دو کلمه از پهلوی، نه که بدگوییم بکنی، همین دو تا جمله رو بگی بلافاصله کلی تهدید میشی، توهین میشی. این به خاطر قدرتیه که دارن، چون هنوز حاضر نیستن فکر بکنن. هنوز که هنوز به انقلاب میگن فتنه، میگن شورش، در صورتی که خود شاه بنده خدا برگشت گفت من صدای انقلاب شما را شنیدم. ببینید اینا لازمه روش مطالعه بشه، نه به صرف این که الان من چهار کلم یه حرف رو باور کنید، برید مطالعه کنید، اما با نگاه منتقد، با نگاهی که نفوری پذیرا باشید، نه اینکه بله نوشتم در فلان جا قرار بود تصمیم میگیرن شاه وردارن ببرن، خمینی هم شد نماینده سیاهیه، من اصلا موندم نماینده سیاهیه، اونم در انگلیس. اصلا بابا اینا رو بذاریم کنار، ما بایستی خودمون، حتی اگه نماینده CIA هم وجود داره، ما باید انقدر آگاه باشیم که اجازه ندیم اونا بیان سوار ما بشن. این زمانه که ما موفق هستیم. اگه با این اندیشه ها جلو بریم همیشه مورد سوء استفاده ایم.
تعارف هم نداره. شما اگر یه نگاهی بکنید، من یه مثال ساده میزنم، یه کسی خیلی پول داره، سرمایه داره، بلافاصله توی شهری که میاد همه رو برای خودش میاره زیر دست خودش، با پولش آدم ها رو میخره. تا زمانی میتونه این کار بکنه که آدم ها محتاجشن و درایت فکر کردن ندارن و خودشون رو باور ندارن. ولی وقتی باور داشته باشن دیگه زیر بار اون فشارها و زیر بار اون زورها نخواهند رفت. مرسی، خیلی ممنون. به حال این بحثیه که لازمه راجبش فکر بشه و امیدوارم یه روزی دیگه تاریخ تحریف نشه، به دلیل اینکه هزاران بار تاریخ تحریف شده و الان هم باز داره همین اتفاقا میفته به اشکال مختلف. یه گروهی برای منافع خودش هر آنچه دلش میخواد میگه، گروه دیگر چیز دیگری میگه. مرسی. متشکرم جناب آقای شفایی، ممنونم. جناب آقای کریمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام، عرض ادب دارم خدمت تمامی حاضرین در جلسه. پیرو به صحبت‌های جناب آقای شفایی و آقای امامی، میخواستم چند تا مطلب عرض کنم، چون الان واقعا بزرگترین، چون رسانه است که به نظرم به مردم خط فکر میده. همین انقلاب 57 اگر در نظر بگیریم، به علت حالا کمبود سواد یا نداشتن آگاهی زیاد، مغز خام بودش، مغز جامعه، و راحت میشه گفت شعارا رو میپذیرفت یا به هر حال، و اون موقع رسانه ها هم دست ابرقدرت ها بود همینجور که الان هست. و این یه بحث خیلی بزرگه که حتی اینستاگرام، فیسبوک یا هر چیزی دارن خط فکر میدن که اینجوری باید فکر، یا ارزش ها داره عوض میشه توی جامعه، و تو نه تنها ایران، تو کل جهان ارزش داره عوض میشه، خط فکر داده میشه به من. به نظرم با دونستن این مطلب که دارم به ما خط فکر میدن، شاید به نظرم بهتر باشه، بهتر میشه آگاه شد که نه، بعضی وقتا هر چیزی رو نباید قبول کرد و دارم به ما خط فکر و هر چیزی که رسانه میگه درست است. ولی خب باید قبول کنیم که بزرگترین رسانه ها و بزرگترین کسایی که دارن به مردم یک جامعه تمامی دنیا خط میدن و خط فکر میدن، فعلا دست ابرقدرت ها هست. همونجور که میدونیم رسانه است که داره تعیین میکنه جنگ با دو کشور کی ظالمه و کی مظلوم، و ما همین اخبار رو میپذیریم و برای هم دیگه تعریف میکنیم، چون اونجا نیست. همین میخواستم این مطلب رو بگم، و با دونستن این قضیه شاید میشه آگاه‌تر شد با این که مثلا بگیم نه این چیزا نیست، ما خودمون میتونیم انجام. مرسی. متشکرم جناب آقای کریمی و تشکر میکنم از همه دوستان و عزیزانی که نظراتشون رو بیان کردن. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما سرکار خانم نیلوفر جلیلی با موضوع شعارهای انقلاب 57 و دستاوردها. سرکار خانم جلیلی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. در علم جامعه شناسی بررسی شعارهای انقلابهای مردمی بسیار حائز اهمیت بود، چرا که علل نارضایتی مردم از شرایط فعلی و خواسته های واقعی مردم در واقع در اونها نمود پیدا میکنه. ثبت و ضبط شعارهای یک انقلاب علاوه بر جامعه شناسان به همه اقشار جامعه کمک میکنه تا دلایل انقلاب رو از یاد نبرن، همواره بتونن مقایسه‌ای بر وضعیت پیش از انقلاب و پس از اون داشته باشن تا بتونن عملکرد دولت مردان و دستاوردهای اونان رو ارزیابی کنن. حتی میتوان روند و جهتگیری یک انقلاب را از طریق شعارهای سرداده شده بررسی کرد. قطعا وقتی تغییری به بزرگی یک انقلاب در یک کشور روی می‌دهد، احزاب و قدرت‌های بسیاری تلاش می‌کنند تا نتیجه انقلاب را به نام خود کنند. این دقیقاً همان نقطه سرنوشت‌سازی است که می‌تواند از انقلاب مردمی حکومتی سازنده، دموکراتیک و عادلانه و یا در تقابل آن حکومتی سرکوبگر و غیر انسانی بسازد. وقتی عموم افراد یک جامعه ناآگاه و بدون اطلاعات کافی از شرایط فعلی
تصوری واضح از آنچه که می‌خواهند دست انقلاب بزنند، نتیجه مسلماً به آنچه آنها تصور می‌کردند حتی نزدیک هم نخواهد بود و حتی ممکن است در تقابل با اهداف انقلاب مردمی برخیزد. انقلاب 57 هم از این قاعده مستثنا نبود. مسلماً مردم از حکومت پهلوی به تنگ آمده بودند و عموم شعارها رنگ و بوی اعتراضی به دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور را داشت. در شعارهایی که قبل از پاییز 57 توسط مردم و به خصوص دانشجویان استفاده می شده، کمتر نام خمینی و جنبش او به گوش می خورد. نمونه ای از شعارهای مردم به این شکل بوده: نصر من الله و فتح من قریب، مرگ بر این سلطنت پرفریب. و یا شعارهایی بوده که بیشتر از دل کوچه و بازار می اومده بیرون و من پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر عباراتش خیلی زیبنده نیست. اینکه ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه. ما میگیم خر نمیخوایم، پالون خر عوض میشه. نه شاه میخوایم نه شاپور، لعنت به هر چی مزدور. و یا ما شیر و مز نمیخوایم، که اشاره میکنه به اون شیر و مزی که توی مدارس پخش میشد. ما شاه دزد نمیخوایم. اما میتوان سیر تغییرات شعارها رو پس از پاییز 57 به خوبی مشاهده کرد، جایی که احزاب با شعارهای خودشون به میدان آمدند و حمایت خودشون رو از خمینی اعلام کردند. به طور مثال حزب توده ایران برنامه انقلابی آیت الله خمینی را مورد تایید قرار میدهد. یا درود بر چریکهای مسلمان و فدایی امام خمینی. درود بر خمینی رهبر، ما مجاهدین خلق، که در واقع برای مجاهدین خلق بود. رهبر نهضت آزادگان است آیت الله خمینی، انقلابی ترین مرد جهان است آیت الله خمینی. به گفته احمد سلامتیان، نماینده اولین مجلس شورای اسلامی، نه تنها شعارها بلکه پلاکاردها و عکسهای دیده شده در دست مردم هم قبل و بعد از پیروزی انقلاب با هم تفاوت داشتند. پیش از انقلاب در پلاکاردهای گروهها و دسته های مختلف عکس های محمد مصدق، علی شریعتی و یا عکس های قربانیان سرکوب هم دیده می شد. ولی پس از انقلاب جز عکس روح الله خمینی و پلاکارد های بزرگ و پرچم های مذهبی باقی نماند. مورد دیگری که از شعارهای انقلاب می توان استخراج کرد، سطح فرهنگی جامعه در زمان خودش است. اینکه مردم با چه سطح دانش و فکری و با چه میزان آگاهی دست به چنین حرکت بزرگی زدن. و از اونجایی که ما ایرانیان به داشتن فرهنگ شفاهی همیشه زبان زد بوده ایم، به همین دلیل شعر در تاریخ پود و تاریخ ایران بافته شده، که خب شعارها هم از همینجا زاده میشن. به همین دلیل میتوان سطح سواد و فرهنگ عمومی را از طریق همین شعارها که از دل کوچه و بازار، چه برای مخالفت باشه یا فرح و یا افراد دیگر سلطنت زایده شدند را تخمین زد. مسلماً کیفیت یک انقلاب مردمی را آگاهی و سطح سواد اجتماعی و مدنی و حتی حقوقی معترضین تعیین می‌کند، که با اندک جستجو در بین عموم شعارها به ضعف این آیتم‌ها در میان معترضین به خوبی پی می‌برد. و خب نتیجتاً انقلاب با هزینه خون و جان آهاد مردم، اما نه برای مردم و خدمت به مردم، پیروز می شود. از معروفترین شعارهایی که در انقلاب 57 به گوش می رسید، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. شاید زیبنده ترین و فریبنده ترین شعار انقلاب هم همین باشد. سه کلمه اساسی که می توانست پایه های دموکراسی را بنا کند. خمینی در تعریف اهداف این شعار اینگونه گفت: استقلال، آزادی، یعنی با کمال صراحت مخالفت خود را اظهار و در سرنگون کردن آن، در واقع اون علت مخالفت، کوشا باشید و در غیر این صورت روی استقلال و آزادی را نمی بینید. جمهوری و یا مشارکت، یعنی باید حکومت عدل، موافق و به حاکم عادل دل ببندید و از رژیم غیر اسلام و غیر اسلامی که در رأس آن رژیم منحط پهلوی است تبرا کنید. و اسلامی یعنی سرلوحه هدفتان اسلام و احکام عدالت پرور آن باشد. و ناچار بدون حکومت اسلامی عدالت خواه رسیدن به این هدف محال است. تولا و تبرا دو اصل اساسی اسلام است.
شعارهای زیادی در باب استقلال بر زبان ملت بود. از جمله نفت رو کی برد آمریکا، گاز رو کی برد شوروی، پولش رو کی خورد پهلوی، مرگ بر این سلطنت پهلوی. می توان گفت جمهوری اسلامی که ترکیبی از مردم و اسلام بود، نقطه عطف انقلاب و تقابل اصلی مردم با حکومت سلطنتی پهلوی بود که مردم در آن نقشی نداشتند و حکومت بر اساس پایه‌های دینی و اسلامی اداره نمی‌شد. به نظر می‌رسد ملت ایران در آن زمان اعتقادی به جدایی دین از سیاست نداشته. در جایی که رهبران جمهوری اسلامی معتقدند که در نیم قرن گذشته پس از انقلاب به پیشرفت‌های چشمگیر در حیطه استقلال، آزادی و جمهوریت دست پیدا کرده‌اند، به نظر می‌آید ملت ایران امروز خشمگین‌تر و با نفرت و بی‌اعتمادی بی سابقه نسبت به حکومت در صدد تکرار تاریخ است. اعتراضات پی در پی در ایران با فاصله‌های زمانی کمتر و با شدت بیشتر اتفاق می‌افتد. شعارها در دوران انقلاب عموماً به فضای سیاسی اشاره داشت، حالان که شعارهای امروز در وهله اول حول محور معیشت و حفظ بقا می‌گردد. علاوه بر این، نسل جدید ایران با ابزار تحصیلات، سواد و همچنین فضای مجازی نگاهی متفاوت به خواسته های خود دارند. آنها استقلال کشور را در قالب ابراز تنفر و سردادن شعارهای نفرین آلود بر دیگر کشورها نمی بینند، بلکه خواهان صلح در خاورمیانه و جهان در قالب گفتمان و ارتباط و احترام متقابل هستند. آنها صرفاً انتخابات فرمالیته را نمی‌پذیرند و آزادی را در قالب آزادی بیان و آزادی عقیده طلب می‌کنند. حکومت جمهوری اسلامی که دم از آزادی و امنیت مدنی می‌زند، همچنان مثل اوایل انقلاب با وحشیگری زنان را مجبور به حفظ حجاب اجباری می‌کند. اما زنان امروز با زنان دیروز بسیار متفاوت هستند و شرایط به گونه ایست که هر روز زنان زیادی در مقابل این زور و اجبار مقاومت می کنند و با رسانه‌ای کردن آن دیگران را نیز به این حرکت اجتماعی دعوت می کنند. با وجود اینکه حکومت از تمام منابع خود برای ممانعت کردن از ارتباط فکری نسل جوان ایرانی با فضای خارجی و کسب آگاهی و سواد اجتماعی استفاده می کند، اما شانسی در برابر قدرت بی نهایت پیشرفت تکنولوژی امروز در زمینه فناوری اطلاعات نخواهد داشت. پس از انقلاب، مردم به واقع شاهد افول ارزش‌های انسانی بودند، به طوری که هیچ کس از حضور خود برای رقص و پایکوبی پیروزی انقلاب 57 حرفی نمی‌زند. نسل پیشین ایران با نگاهی کمی پشیمان و خجالت زده به نقش خود در انقلاب نگاه می‌کنند و آن را زاده شور می‌خوانند و نه شعور و آگاهی. آنها پا به پای جوانان در اعتراضات اخیر شرکت می کنند تا شاید مرهمی بر این عذاب وجدان گذارند. استقلال ایران در دو دهه اخیر به طرز فاجعه باری مورد تعرض قرار گرفته است. اگر منابع ایران دیروز در دستان آمریکا و انگلیس بود، ایران امروز لانه دوم چین و روسیه شده است. توافقنامه هایی که حتی بسیاری از اسناد و مفاد آن علنی نشده. در جایی که حکومت ایران معتقد است که با دعوت چین و روسیه به توافقنامه‌های اینچنینی سیلی محکمی به آمریکا زده است، مردم ایران هر روز بیش از پیش با بحران‌های معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. گرچه نگاه خمینی به استقلال قطع وابستگی از غرب بود، اما حالا فرزندان دولتی انقلاب دست همسایگان شرقی را به سفره‌های مردم کشاندند. مسئله اینجاست که ماهیت این همکاری‌های دوستانه بلند مدت چین و روسیه با کشورهای کوچکتر که به خصوص ضعیف‌تر شده اند همان استعمار است. طرح‌های غیر نظامی و به اصطلاح عمرانی این قراردادها که عموماً بسیار بلند مدت هستند و عموماً نیمه کاره رها می‌شوند، نیز برای حفظ ظاهر بوده تا طبیعت نظامی امنیتی این همکاری‌ها را بپوشاند. وگرنه اگر بحث توسعه کشور بود، چه نیازی به این توافقنامه‌های پنهانی وجود داشت؟ در بحث آزادی نیز میتوان گفت اگر خود شخص خمینی امروز بالای منبر میرفت و سخنرانی ایراد میکرد، قطعا وی را زندانی یا سربنیست میکردند.
نتیجه انقلاب در بعد آزادی تنها به خفقان و سرکوب ختم شد. اگر دیروز ساواک شکنجه می کرد، امروز ارگان‌های متعدد نظام این کار را حتی بدون پنهانکاری انجام می دهند. و بحث جمهوری اسلامی که خود در مفهوم پارادوکس دارد. جمهوریت بر مبنای مردم سالاری، آزادی فعالیت احزاب، عدم سانسور مطبوعات و انتخابات شفاف و واقعی بنا می شود و در مفهوم اصلی تر آن قدرت نباید در دستان یک نفر برای مدت طولانی باقی بماند. حالان که جمهوری اسلامی عدالت، صداقت و مروت را نیز با آن اضافه می کند. اما در ایران متاسفانه دولت مردان پس از انقلاب نه تنها به هیچ یک از این موارد پایبند نبودند، بلکه حتی در عموم موارد در خلاف جهت این مسیر حرکت کردند. فساد اقتصادی، دزدی‌های کلان از بیت المال و عدم پاسخگویی به مردم، اختلاس، توافقنامه‌های ننگین، نظام پلیسی و نظامی، تغذیه گروه‌های تروریستی منطقه و بی‌توجهی به وضع معیشت مردم در داخل کشور، سوق دادن نظام آموزش و پرورش به سمت فضای دینی اسلامی و ایدئولوژیک و تلاش در جهت دور نگه داشتن افکار و اذهان عمومی از کسب آگاهی و سواد مدنی و اجتماعی از عرصه‌های بین المللی گوشه‌ای کوچک از دستاوردهای انقلاب 57 بود. چه کسی فکرش را می‌کرد؟ عبارتی که تنها ریشه در عدم احساس مسئولیت افراد جامعه پیش از انقلاب دارد. سوال اینجاست، اگر جامعه انقلاب 57 را کسانی تشکیل می‌دادند که تاریخ خوانده بودند، درک متوسطی از مبانی دموکراسی و جمهوریت داشتند و بیش از آن که خود را فدایی رهبر خود بدانند، از برنامه‌ها و شیوه وی برای جامعه عمل پوشاندن به آنها سوال می‌کردند و به این اصل واقعاً باور داشتند که دولت مردم باید در خدمت مردم باشند، آیا اصلا انقلابی در این اندازه صورت می گرفت؟ آیا شرایط امروز ایران این چنین بود؟ خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. سپاسگزارم خانم جلیلی بابت سخنرانی بسیار خوبتون. سخنرانیتون یه جورایی مرتبط بود به بحث قبلیمون، به سخنرانی قبلیمون و در واقع خیلی از جوابا رو توی همین سخنرانیتون شما دادید. متشکرم از دوستان و همکاران عزیز. اگر در رابطه با سخنرانی سرکار خانم جلیلی نقطه نظر و دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم تا شنوا باشیم. بله جناب آقای سنگری، بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. وقت بخیر. متشکرم. مجدد خدمت حاضرین در جلسه. در کل در تمام انقلاب هایی که به اصطلاح مردمی در جهان روی میده و انجام میشه، شعارهایی با معانی خاص و از پیش تعیین شده، همون شعارهای فریبندی که سرکار خانم جلیلی فرمودن، شکل میگیره و در اذهان عمومی و مردم قرار میگیره. در واقع این شعارها و درک معانی این شعارها بستگی به آگاهی و بینش مردم اون زمان داره و طبعا بیانگر نقطه نظرهای نهفته و پنهان سیاستهای اون نظام هست. خواستم این مورد رو از سرکار خانم جلیلی تشکر کنم به خاطر سخنرانی خوبشون و اعلام شعارهای فریبنده، واقعا خیلی خوب تشریح کردم. ممنونم. سپاسگزارم جناب آقای سنگری. بله سرکار خانم شاه‌سوانی، بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران و فعالین حقوق بشر در جلسه. خیلی ممنون از سخنرانی خانم جلیلی، بسیار عالی بود. منتها میخواستم نظر خودم رو بگم. به نظر من انقلاب 57 بی خودی شکل نگرفت. مردم اون موقع مشکلات عدیده‌ای داشتن، ولی چیزی که اتفاق افتاد بعد از انقلاب بود. مردم به دلیل عدم آگاهی و فقر فرهنگی که داشتن، یه سری مردم اومدن روی کار که واقعا اینجوری که برای من تعریف کردن
جو بعد از بهمن 57 توی جامعه یه جو واقعا وحشتناکی بوده، پر از خشونت. یعنی یه سری آدما اومدن سر کار که هیچ اطلاعی نداشتن، صرف این که فقط خودشونو چسبونده بودن حالا به اسلام و انقلاب اسلامی. واقعا چه بیگناهایی که اعدام نشدن، به دار آویخته نشدن. و من متعجبم که چطور میشه که توی یه فاصله کوچیک اینقدر جو خشونتبار توی یه جامعه حاکم بشه. و بعد از اون در طی این چند دهه میبینیم که همینجوری خشونت رواج داشته. ولی من مطمئنم که حالا اگر بعدن بخواد انقلابی بشه، اگر آگاهی مردم بالا باشه و با دید باز بخوان یه انقلابی رو انجام بدن، این اتفاق دیگه نخواهد افتاد. یه کسانی نمیان که از ناآگاهی مردم سوء استفاده کنن و تمام قدرت رو به دست بگیرن. این بلایی که سال 57 فقط به دلیل عدم آگاهی سر ملت اومد، دیگه این بار مردم میدونن که سیاست باید از دین جدا باشه. نمیشه، دین یه چیز حالا از نظر اونا مقدسه، سیاست پر نیرنگ و دروغه. اصلا نمیشه، این دوتا واقعا پارادوکسن و نتیجهش همین میشه، جامعه امروز میشه. نه خبری از عدالت هست، نه برابری، نه واقعا هیچ استقلال، آزادی، هیچی الان ما نداریم. نه رفاه، حداقل رفاه اقتصادی اجتماعی هم نیست، یعنی هیچی نیست. امیدوارم که انقلاب بعدی یه انقلابی باشه که با آگاهی مردم رو انجام بدن. ممنونم از فرصتی که به من دادید. سپاسگزارم خانم شاه سبنی، متشکرم. جناب آقای سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود مجدد، خیلی ممنون دوباره مایک رو در اختیار من قرار دادید. من تشکر میکنم از خانم جلیلی بابت سخنرانی خیلی زیباشون و خواهش ازشون دارم یکم متنش رو بیشتر کنید، ما بیشتر لذت ببریم و بیشتر استفاده کنیم. ممنون از شما. و یک موردی هم منم خواستم نظر خودم رو بگم. من شعارا رو که البته خب اکثرا یکی دو تاشو واقعا دیگه همه شنیدیم، ولی چند تاشم من اصلا به گوشم دارو نخورده بود. ولی یه موردی بود، یعنی هم که داشتم شعارا رو گوش میدادم بهش توجه کردم، حالا شاید هم حتما شما هم دقت کرده باشید، شعارا الان همونه، یعنی شعارایی هم که الان داده میشه تقریبا همونه، مخاطب عوض شده. یعنی اینکه ما 40 و اندی ساله داریم واقعا شعار میدیم، شعار، یعنی واقعا که این بد بشه اون بد بشه شعاریم. یعنی واقعا من نظر خودم، حالا نمیدونم بقیه دوستانم به این بچه رسیدن یا نه، دیگه واقعا من خودم شعار زده شدم. یعنی اینکه خسته شدم از حرف، خسته شدم اینکه فقط حرف میزنن، فقط شعار میدن و اینکه حرفی که پشتش عملی نباشه بشه درد میخوره، همون میشه شعار. یعنی تعریف شعار چیه؟ یکی حالا دوستان شاید تعریف من از شعار این باشه و شاید یه عزیز دیگه یه نظر دیگه داشته باشه که کاملا محترمه، ولی واقعا 40 سال فقط داریم شعار میده که باید تغییر کنه، باید اینجوری بشه، بعد اونجوری بشه. و یک مورد دیگه هم بود که من حالا دوست داشتم بیشتر این تو بحث آزاد گفته بشه، چون نظر من رو حالا نگم بهتره تو این بحث آزاد شرکت کنیم، بهتره که بتونیم اونجا هم صحبت داشته باشیم. من مایک رو رها میکنم. مرسی، سپاسگزارم آقای سبزیان. بله، خب بیشتر این شعارا توش یه جورای خشونت هم بود و به همون بحث آزادمون هم مرتبطه و اجازه بدید همون توی بحث آزاد در موردش صحبت کنیم، خب خیلی بهتره. جناب آقای محمدی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود خدمت همه عزیزان. من فقط میخواستم در این مورد نظر خودم بگم که در مورد انقلاب ایران مشکل اینه که ما الان میگیم کی بود کی بود، من نبودم. سلطنت طلب حاضر نیستن اشتباهات شاه بپذیرن، دموکراسی خواه حاضر نیستن اشتباهات آقای روشنفکرای اون زمان رو بپذیرن،
تموم اینا اشتباهاتی بود که دست به دست هم داد تا این انقلاب و این وضعیت فضاحتبار در ایران ما شکل بگیره. همه اشتباه کردن، شاه اشتباه کرد، بختیار اشتباه کرد، اشتباهاتی داشتن که بر کارهای خوبشون چربید و باعث سقوط ایران شد. به جای اینکه به ما به دموکراسی برسیم، به یک دیکتاتوری فجیع جمهوری اسلامی رسیدیم، ولی هیچ کس حاضر نیست اشتباهات رو بپذیره. همه میندازن گردن اون یکی. یه انقلابیون میگن آقا قبل از انقلاب مردم باش به شعور فرهنگی رسیده بودن، شاه رو گذاشتن کنار، بعد تناقضش، بعد از انقلاب بیشعور شدن، فقر فرهنگی داشتن، نتونستن یک گروه درست انتخاب کنن. هیچ کس حاضر نیست این وسط اشتباهاتش رو بپذیره. و با بسیار از کسانی که من خودم میدونم در انقلاب بودن، الان که صحبت میکنیم میگن نه من نبودم، ما یه چیز دیگه میخواستیم، یه چیز دیگه شد. پس اشتباهاتت رو باید بپذیریم، و ما تا وقتی این اشتباهات رو نپذیریم این وضعیت ایران همینطوری میمونه 100 سال دیگه، 200 سال دیگه. و به قول دوستان این پذیرش اشتباه با آگاهی به دست میاد. وقتی جامعه آگاه بشه دیگه بر اشتباهاتی که انجام داده اصرار نمیورزه که بگه نه من اشتباه نکردم، یا نه تصمیم من درست بود، یک تصمیمات اشتباهی گرفته شده که وضعیت ایران الان اینه. امیدوارم ما به این آگاهی برسیم که اگر روزی هم اشتباه کردیم اشتباه خودمون رو بپذیریم. بله سپاسگزارم جناب آقای محمدی. بله به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. متاسفانه هیچ کس حاضر نیست اون اشتباهی که کرده رو بپذیره. سرکار خانم جلیلی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خیلی ممنونم. در رابطه با صحبت آقای سبزیان که فرمودن که شعارها واقعا در حد شعار باقی میمونه، من کاملا با ایشون موافقم، اما توی یک قسمتی از در واقع سخنرانی هم به این قضیه اشاره کردم که نسل جوان ایران نسل متفکرتر، حالا نه همه ولی نسلی هست که پرسشگرانه تر به مسائل نگاه میکنه، و گاهن که شرایط سیاسی ایران حالا ملتهب میشه یا اتفاق میفته، خب خیلی ما اینو حتی تو فضای مجازی هم میتونیم ببینیم که نسل جوان به جای اینکه خیلی از روی هیجان و شور بخواد فکر بکنه، بیشتر سعی میکنه جوانه بی که این اتفاق داره با خودش میاره در واقع آنالیز بکنه، با اتفاقهایی که در گذشته توی تاریخ مشابه بوده مقایسه میکنه، و الان ما حرکت‌هایی رو داریم می‌بینیم در سطح جامعه که دیگه به شعار نیست. یعنی من واقعا لذت می‌برم وقتی می‌بینم که بانوان ما اگر با حجاب مشکل دارن دیوای نمی‌سن حجاب رو در واقع برای شعار بدن، اونها وارد عمل میشن. درسته که در واقع این جور حرکت‌ها به هر حال زندانی های زیادی داره، شکنجه های زیادی داره، به هر حال هر حرکتی که بخواد اتفاق بیفته و سازنده باشه به هر حال یک عده ای رو در واقع بین این زیر این سنگ متاسفانه خورد میکنه، اما برای ساخته شدن این بنای زیبای آزادی چاره ای جز این نیست. و این من رو خیلی راستش خوشحال میکنه که ببینم این جنبش های این چنینی از بین زنان در واقع داره میجوشه، و امیدوارم که به همه عموم مردم بست پیدا کنه. امروزه اگر گشت ارشادی به دختری حمله ور میشه تا آزارش بده یا هرچی، من شاهد این بودم که مردها دیگه بی تفاوت نمی ایستن و اونها هم به کمک میان. به هر حال من این رو یک قدم رو به جلو میبینم و احساس میکنم که دیگه نسل فعلی ایران خیلی دنبال شعار نیست، واقعا به دنبال یک تغییریه که از تو توی خود دل جامعه بجوشه، و این به نظر من زیباست. خیلی ممنون. سپاسگزارم سرکار خانم جلیلی و از همه دوستان عزیزی که توی این بحث شرکت کردن. خب دوستان میرسیم به بحث آزاد امروز با موضوع حق دنیای زیبا و آزاد، خشونت در جامعه ایران. من در ابتدای یه مقدمه عرض میکنم خدمتون در رابطه با بحث آزادمون، و بعدم از شما همکاران عزیز دعوت میکنم که در این بحث ما رو همراهی کنید. در مورد حق دنیای زیبا و آزاد برای همه اگه بخوایم بهش بپردازیم، من اشاره میکنم به ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در اون اومده که هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه آمده است تأمین کنه و آنها را مورد عمل بذاره.
خب این به چه معنیه؟ به این معنیه که برای رسیدن و عملی شدن این ماده در جوامع باید تمامی قوانین موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرا بشه و میتوان گفت که برای داشتن دنیای زیبا و آزاد برای همه راهی جز عملی شدن بقیه موارد نیست. یعنی باید هر 30 تا ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرا بشه تا ما دنیای زیبا و آزاد داشته باشیم. که خب همه ما با یه مرور کلی از وضعیت کشورها و همچنین کشورمون ایران میتونیم ببینیم که در عمل چه دولت‌هایی تونستن برای اجرایی کردن این قوانین قدم‌های درست و رو به جلو بردارن. این در مورد ماده 28. اما یه نگاهی هم بکنیم به خشونت در جامعه کشور خودمون. اگه بخوایم یک تعریف خیلی کلی و کوتاهی از خشونت رو بگیم، اینه که خشونت یک پدیده مخرب اجتماعیه که میتونه جامعه رو دچار ناهنجاری و هرج و مرج زیادی بکنه. همه ما چه وقتی که توی ایران بودیم و چه الان که بیرون از ایران هستیم، شاهد وجود خشونت، تندخویی، پرخاشگری و از کوره در رفتن آدم ها بودیم و متاسفانه الان هم شاهد افزایش این خشونت ها توی کشورمون هستیم. شرایطی که نشون میده آستانه تحمل مردم در جامعه کاهش پیدا کرده و یه روند نزولی داره و طبق آماری هم که وجود داره خشونت توی جامعه کشورمون 21% افزایش پیدا کرده. اما حالا قبل از اینکه من بخوام صحبتامو ادامه بدم، بهتره که اول نظرات شما دوستان عزیز رو هم بشنویم راجع به این که این عصبانیت و خشونت توی کشورمون از کجا میاد و به نظر شما منشأ وجود این خشونت‌ها توی جامعه که انگاری خیلی هم متداول و یه جورایی عادی شده، تبدیل به یک امر عادی شده، چه چیزی میتونه باشه؟ خوشحال میشم که نظرات شما دوستان رو عزیزم بشنوم و بعد از شنیدن نظرات شما دوستان من صحبتامو ادامه بدم. دوستان عزیز و همکاران عزیز که تمایل دارن در بحث آزادم شرکت کنن میتونن با یک علامت دست بنده رو راهنمایی کنن. جناب آقای امامی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. ابتدا بفرمایید که در بحث آزاد چقدر تایم داریم؟ لطفا همون سلیقه رو رعایت بکنید، ممنون میشم تا بقیه دوستان هم مشارکت داشته باشن و بتونیم بیشتر استفاده کنیم از بحث دوستان. در جامعه کشور ما بسیار زیاده جناب، من همتون رو فراموش کردم. ناصری عزیزم در جامعه کشور ما بسیار زیاده که باعث نازیبا شدن و زشتی جامعه ایران و از فرهنگ گرفته تا اقتصاد ایران شده. ریشه نازیبا شدن فرهنگ ایران، جامعه ایران، شهر از لحاظ اجتماعی مدنی، ریشهش در فقره. دیروز یک وبلاگی من گذاشتم در وبلاگ خودم که یک شغلی در ایران ایجاد شده به نام گردنگیر. در جلوی دادگاه‌های شهرهای جنوب ایران، سمت سیستان و بلوچستان، جاهایی که لب مرز هستن، لب شهرهای بندری هستن که توش قاچاق انجام میشه، اون شخص قاچاقچی کارشو انجام میده، اگر گیر افتاد یه نفر جلوی در دادگاه وایستاده، از روی فقر میره حکم ایشونو گردن میگیره، میگه جنس مال منه، یا اگر ایشون مثلا بر فرض مثال یک اعمال خشونت آمیزی انجام داده، میگه من کردم، گردن میگیره، زندانشو میکشه به ازای روزی 30,000 تومان. این فرد در جامعه ایران جایگاهی داره. یک جوان، یک مرد زمانی که نتونه خواسته های خودش و خانوادش رو درآورده کنه، سرشار از عقده های فکری و درونی میشه. از یه طرف اومدن گفتن که طرح جوانسازی کشور رو گذاشته و آقام که خیلی زیادشه، خامنه ای
تأکید میکنه، هر نماز جمعه میشه میاد میگه که آقا جوانان ازدواج کنن، بچه بیارن. خب خوشبندش هم که برداشتن تو تمامی داروخانه ها لوازم پیشگیری بارداری رو فروش ممنوع کردن. اگر یک زوج، اولا که خب جوانان ایران قابلیت ازدواج رو ندارن بابت مسائل اقتصادی، این تواناییشو ندارن، حالا ازدواج کردن با هر ضرب و زوری، غالبا میبینید که یه بچه بیشتر نمیارن. اگر بیارن بعد از 6 سال 5 سال که خودشونو جمع کردن یه بچه میارن. حالا که اجباریش کردن، الان نه طرح قربال برگرگی انجام میشه، نه لوازم پیشگیری فروخته میشه. یک بچه‌ای به دنیا میاد، در یک خانواده‌ای رشد میکنه که سرشار از کمبودهاست. اون پدر و مادر بچه‌ای رو به دنیا میارن، در محیطی بزرگش میکنن که خودشون زیر فشار بزرگ اقتصادی هن. وقتی که پدر و مادر نتونن خشمشون رو کنترل کنن، یا رو سر همدیگه خالی میکنن تو خانه یا بیرون، شاهدش میشیم که این همه دعوا انجام میشه. از یه طرف دیگه شنیده میشه که آقای قالیباف افتخار میکنه به این موضوع، علنا اعلام میکنه که آقا من خودم رفتم تو زندانها، پیدا کردم افراد شرور رو، ازشون تعهد گرفتم، بردمشون گذاشتمشون توی شهرداری به عنوان مأمورین سد معبد. و میبینید که با مردم بیچارهی که دست فروشی میکنن چطور برخورد. من نمیتونم درصد بندی بکنم، ولی میتونم به جرئت بگم درصد بالای 90% این زشتی اجتماعی، این نازیبا شدن زندگی در ایران، واسبانیش اهداف و سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی. ممنونم که به صحبت‌های من گوش دادید، مایک رو در اختیار من گذاشتید. من مایک رو رهام می‌کنم. بله، سپاسگزارم جناب آقای امامی، متشکرم. بله، متاسفانه فقر در واقع یکی از اصلی ترین و پایه ترین مسائلی که باعث به وجود اومدن خشونت توی جامعه همون میشه. جناب آقای کریمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. مجدد میکنم خدمت تمامی حاضرین در جلسه. همونجور که جناب آقای امامی فرمودن، فقر یکی از به نظر منم اصلی ترین دلایلی هستش، مشکلات اقتصادی که فشار میاره به خانواده ها و کلن مردم و باعث خشم میشه. بیشه دیگه ای که داره فرهنگ و سنت توی ایران، همونجور که قتلای ناموسی اتفاق میفته، شاید یک خانواده که این قتل رو انجام میده در نظر اقتصادی هم مشکلی نداشته باشه، ولی سنت، فرهنگ و دین دخیل تو این کار، دخیل تو ترویج خشونت، دخیل در این چنین کشتارهایی و این چنین رفتارهایی. و همونطور که فرمودن، متاسفانه جلوش هم گرفته نمیشه و نمیان شیابی کنه جمهوری اسلامی که خب من چجوری بیام این خشم رو کنترل کنم، چون که توی آخرین گزارش و توی آخرین تحقیقی که انجام شد، 3 کشور خشمگین‌ترین کشورهای جهان بودن، به ترتیب عراق، ایران و سودان جنوب. ایرانی که این همه غنیه و اصلا به نسبت اینجور که چهار اصلا نباید جز این آمار باشه. متاسفانه ما شاهد این هستیم که جز 3 کشور خشمگین جهان است. و همونجور که فرمودن، قانونی گذاشتن برای این که برای افزایش جمعیت. خب وقتی کشور مشکلات داره، با افزایش جمعیت انسان خشمگین تری به وجود میاد به نظر من، تو همچین شرایطی کشور و درست بشه هم نیست. و احساس میکنم این جزء ایدئولوژی کشوره که مردم با خشم درگیر باشن نفسشون. کسی که از نظر اقتصادی مشکل داره نمیتونه فکر کنه به این که حق من کو اینجا داره حق من ضایع میشه، چرا من نباید روز تا شب میتونه دنبال این که اون شبشو زنده بمونه. به قول من متاسفانه این تو جمهوری اسلامی هست و احساس میکنم جمهوری اسلامی از این قضیه داره منفعت میبره. چون که اگرم بریزم بیرون، مردم فعلا به نظرم فقط به خاطر مشکلات اقتصادی بیشتر. یعنی ما تو آبان 98 هم میبینیم
بعد شروع میشه به حق گویی و حق من کجاست. ولی قبلش ما شاهد این هستیم که اول اعتراضات به خاطر اینکه بنزین 3000 تومان شد. یعنی اگر بنزین 3 برابر نمیشد ما شاهد اعتراضی نبودیم که اینکه حق من باشه. من ماکو رها میکنم و به نظر منم اولیش میتونه مشکلات اقتصادی باشه توی این خشمگین بودن جامعه ایران و بعدیش میتونه سنت و فرهنگ و دین مردم ایران باشه. البته تو همین اقتصادیش هم باز یه بحث عمیقی که چرا باید به خاطر این اقتصاد خشمگین باشه. من ماکو رها میکنم. ممنونم. سپاسگزارم آقای کریمی. حالا اون بحث دین و حالا خشونت یه ربطی به دین داره و به حکومت اسلامی داره. من تو بخش دوم صحبتام بود که الان صحبت نمی کنم. اجازه میدم که شما دوستان نظراتون رو بیان بکنید و بعد از اون به اون میپردازیم. متشکرم. جناب آقای لطفی بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. عرض ادب و احترام خدمت حضارین عزیز، امیدوارم که آخر هفته خوب داشته باشید. بابت بحث خشم، از نظر من، دیدگاه من، توی جامعه ایران خشم عوامل متعددی داره. شما اگر رهبریت رو به عنوان نوک هرم در نظر بگیرید و به عنوان پدر یه خانواده، جامعه ایرانی به عنوان این خانواده، وقتی خشمگینه با پدر خانواده خشم داره میشه و عصبانیت داره، برخوردش با فرزندانش خشمگینانه است، متعاقبا من فرزند طبقات پایین تر این رو میگیرن و لایه به لایه این انتقال پیدا میکنه تا به خانواده های ریز میرسه. من نوعی به عنوان یک پدر خانواده که صاحب دو فرزندم و همسری دارم، طبیعتا نگاه میکنم به جامعه‌ام. از یه طرف فشار مالی دوستان عرض کردن، بحث فقر، از یه طرف ایدئولوژی و مذهب پوچی که توی ذهن ما از بچگی وارد کردن و اینها ریشه در آموزش جامعه ما داره متاسفانه و باید ریشه یابی بشه در نوع آموزشی که توی جامعه ما داره به بچه های ما داده میشه، تو مدارس ما داده میشه. این فقر و این ایدئولوژی و این به قولی تفکر پوچ مذهبی که گرفتارش ما شده، طبیعتاً باعث میشه نتونیم درست به خانواده هامون انتقال بدیم، به فرزندانمون واقعیت های زندگی رو انتقال بدیم. نمیتونیم باهاشون وقت بگذرونیم، نمیتونیم بهشون سرویس درستی بدیم و طبیعتاً فرزندی که من توی خونه دارم به دلیل ندیدن محبت از من خود به خود این به سمت جامعه کشیده میشه که خشونت تو اون جامعه هست و این جامعه اون رو به سمت تباهی میکشونه. میتونیم عوامل متعددی رو در این زمینه بذاریم بابت اینکه چرا خشم در جامعه ایران زیاده، خشونت زیاده. چند وقت پیش مطلبی رو خوندم، یه خانواده‌ای، یه پدر خانواده‌ای دوتا بچه هاشو مسموم میکنه، میکشه، همسرشو با چاقو میکشه، بعدش هم خودشو میکشه. چه اتفاقی میفته که یه شخص، یک انسان به خودش این اجازه رو میده که همچین عملی دست بزنه؟ هیچ چیزی نیست جز مشکلات مالی. این مشکلات مالی نشأت میگیره از همون رأس هرم مملکت ما. تمامی چیزیه که هممون میدونیم، شاید توضیح مکررات مشکلات معیشتی ما در سطح جامعه متاسفانه اسلامی که اون بحث اسلامیت هم مزید علت شده بر این اقتصاد خراب، فکر خراب، ذهن خراب، باعث میشه که خشم فوران کنه در جامعه ما. جامعه‌ای که محبت توش مرده، هیچ کس به هیچ کس رحم نمی‌کنه. همه به دنبال اینن که یک لقمه نون در بیارن که شکم خودشون رو سیر کنن. و وقتی تو جامعه ای محبت نباشه، نگاه محبت آمیزی دو انسان، دو تا همسایه، دو تا دوست نسبت به هم نداشته باشن،
فقط نگاه مادی به هم داشته باشن، حتی تو خانواده بین زن و شوهر و بین فرزندان با پدر و مادرش این نگاه مادی وجود داشته باشه، وقتی تأمین نشه متاسفانه دچار عقده میشه، دچار کینه میشه، دچار خشم میشه و میرسه به جایی که ما داریم متاسفانه این رو در سطح جامعه هم روز به روز بدتر میبینیم متاسفانه. ممنون از وقتی که برای من گذاشتید، روز خوبی داشته باشید. متشکرم جناب آقای لطفی بابت نقطه نظرتون. سرکار خانم شاه‌سوانی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام مجدد. بله دوستان به مشکلات اقتصادی اشاره کردن و جو حاکم در جامعه. من میخواستم از یه بعد دیگه نگاه کنم. متاسفانه مشکلاتی که امروز توی جامعه داریم یه بخشش برمیگرده به قوانینی که در جامعه حاکم هست. شما همه قوانینی که در مورد کولبرا و سوختبرا میبینید، یعنی میتونن اینا رو شلیک کنن، از بین ببرن، یا اعدام هایی که در جامعه الان وجود داره، قبلا که اعدام میکردن بچه ها وای میسادن نگاه میکردن، خب یه بچه ای که با اون روح لطیفش یه صحنه به این وحشتناکی رو میبینه، دیگه چه مهربانی و لطافتی ممکنه توی ذهنش بمونه؟ واقعا الان جامعه ما از نظر بهداشت روانی من فکر میکنم جز یکی از جوامعی باشه که خیلی لطمه خورده از نظر بهداشت روانی. مردم همه با خشونت بدون هیچ گونه مهربانی با هم رفتار میکنن. الان شما نگاه کنه توی مدارس دخترانه حتی اجازه ندارن یه زنگ تفریح یه موسیقی خیلی عادی گذاشته بشه، ورزششون رو با یه موسیقی انجام بدن. خب دیگه چی میمونه واقعا برای بچه ها؟ از اون طرف دیدن صحنه های خشونت براشون گذاشته میشه، از این طرف هیچ شادی براشون نیست. خب یه همچین بچه توی همچین جامعه‌ای با این همه مشکل اقتصادی پدر و مادر، خب دیگه معلومه چه اتفاقی میفته، پر از خشونت، پر از عقده. امیدوارم که یه روزی برسه که واقعا تمام این مشکلات حل بشه. ممنون از وقتی که به من دادید، من مایک رو راهم کنم. سپاسگزارم سرکار خانم شاه‌سوانی، کاملا درست میفرمایید. من قبل از که بقیه دوستان بخوان نظراتشون رو بیان بکنن، یه اشاره بکنم به صحبت‌های دوستان. دوستان به موضوعات مختلفی اشاره کردن. باید بگم که این کاهش آستانه صبر و تحمل مردم در واقع یه جورایی ارتباط مستقیمی داره با اتفاقاتی که توی جامعه داره میفته، مشکلاتی که توی جامعه در واقع وجود داره، مشکلاتی مثل بیکاری، اختلاف طبقات توی جامعه، مشکلات اقتصادی که همه دوستان بهش اشاره کردن که باعث این به وجود اومدن این شکاف بین درآمد و مخارج یک خانواده میشه، داشتن احساس محرومیت، اضطراب، افسردگی، که همه این موارد مثل یک زنجیر به هم وصل هستن و وجود تنها یکی از همین موارد خود به خود بقیه موارد رو هم به دنبال داره. به طور مثال اگه یه فردی نتونه کاری پیدا کنه، خب که از پس مخارج زندگیش بر بیاد، مخارج خودش و خانوادهش رو بتونه تأمین بکنه، خب در واقع دچار اضطراب و افسردگی میشه و همین موارد زمینه وجود خشونت و پرخاشگری رو ایجاد میکنه و به دنبال اون میبینیم که دزدی، اعتیاد و مسائل اجتماعی از این دست رو به افزایشه و موارد دیگه هم که ما در حال حاضر داریم میبینیم کاهش میانگین سنی خشونت توی جامعه است که این مورد هم ارتباط مستقیمی به مواردی که خدمتون عرض کردم داره. اما یه مورد دیگه ای هم هست که بهتر راجبه به اون هم در اینجا با هم گفتگو کنیم و اون عدالته. خب همه میدونیم وجود عدالت توی یک جامعه باعث اعتدال توی اون جامعه میشه و باعث کاهش خشم میشه.
اما عدالت در جامعه رو فقط به وسیله قانون ما میتونیم اجرا بکنیم. در اینجاست که حکومت‌ها و قوانین موجود توی کشور و مهمتر از اون درست اجرا شدن همین قوانین توی جامعه میتونه یه جامعه رو به اعتدال و آرامش برسونه. نظر من اینه که باعث وجود این همه خشونت و خشم توی جامعه قانونگذاران و اون سیستم فاسد جمهوری اسلامی ایرانه، سیستمی که خودش رانت، فساد، اختلاس و کشتار جزی از حکومتش بوده و باید این نکته هم در نظر بگیریم. قوانین موجود در جمهوری اسلامی که همچنان هم در حال اجرا هستن، همه این قوانین بر پایه خشونته، مثل حکم شلاق، حکم اعدام، حکم قطع عضو، همه اینها الان توی کشور در حال اجراست. یه مثالی عرض کنم خدمتون، یک کودک وقتی توی جامعه بزرگ میشه و شاهد اجرایی شدن این احکام خشن در سطح جامعه باشه، و یعنی این کودک با این حس خشم و انتقام گیری بزرگ میشه و در واقع خشونت جزی از زندگی اون فرد میشه، که خب به تبع تبعات اون رو در سالیان بعد به وضوح میشه دید. مردم وقتی بی‌عدالتی و کاهش آزادی رو توسط جمهوری اسلامی میبینن، به تبع دچار سرخوردگی میشن و توی سطح جامعه نسبت به همدیگه خشونت نشون میدن. خب دوستان، من صحبت ها رو کوتاه میکنم و خوشحال میشم که نظرات شما از این عزیزان رو هم در این مورد شنوا باشیم. شما چی فکر میکنید در مورد این نوع از ترویج خشونتی که توسط جمهوری اسلامی ایران به صورت به طور سیستماتیک از ابتدا تا الان در حال اجرا بوده، و فکر میکنید که آیا امیدی برای دست پیدا کردن به یک جامعه آرام و بدون خشونت با چنین حکومتی امکان پذیر هست یا نه؟ از دوستان عزیزی که تمایل دارن در این بحث شرکت کنند، خوشحال میشم که بنده رو با یک علامت دست راهنمایی بفرمایید. بعد جناب آقای احمدی خواه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و روز بخیر به همه دوستان. در راستای حرفای شما دوستانی که صحبت کردن، من بگم خب یک سری از گزینه‌هایی که گفتن دوستان قطعا درسته، ولی خب یک سری چیزها هست فراتر از درآمد، فراتر از کشور، یعنی حاکمان کشور، یه سری چیزها هستش به خود مردم ربط داره. یکیش که مشکلات تابعه فرهنگی. ببینید ما در ایران که زندگی می‌کردیم، یک چیزهای خیلی ساده‌ای باعث خشونت می‌شد. مثلا شما تو چشم یکی نگاه می‌کردیم، خواست باید دعوا کنیم. یه چیزی که خیلی راحت می‌تونستیم. یا اینکه مثلا بحث غیرت. غیرت خیلی خوبه، نه اینکه مثلا یه نفر یه اشتباهی بکنه تو بکشیش. خب شما می‌تونید طرفو طلاق بدید، یا می‌تونی از یه سری روابط اجتماعی بکاید. لازم نیست حتما طرفو بکشی. یعنی این چون که تابوئه، طرف افتخار می‌کنه، نه اینکه زشت باشه. یعنی تو طایفه‌اش، تو قبیله‌اش باعث افتخاره که خب رفته مثلا ناموسش کشته. چرا؟ چون که رفته با کسی که اونا صلاح نمی‌دونن ازدواج کرده. اینا یعنی یه چیزایی که فراتر از حکومت ما، حالا نمی‌خوام بگیم دولت جمهوری اسلامی درسته کارش. این چیزایی که خود آدم‌ها، چون که ما وقتی می‌تونیم تشخیص بدیم فلان عملکرد دولت ایراد داره، پس می‌تونیم عملکردهای خودمون هم نقد کنیم دیگه. ما به مقدار شعور رسیده باشیم که ببینیم مثلا ببخشید بحث خدمه خانوما چه عوارض منفی واسه خانوما داره. ولی هنوزی که هنوزه 42 سال حکومت گذشته اصلا به حکومت رفت داره، خیلی ها بازشون افتخاره، میگن آه خوبه، حسنه، حتی خود خانوهای اون مثلا قوم و قبیله. یعنی ما بیشتر ریشه داخلی داره بعضی موقعی خشونت ها، اصلا رفتی به حکومت نداره. نه که حکومت وظیفه نداره، حکومت باید فرهنگ سازی کنه، ولی بیشتر خود آدم هم مسئوله که تفکر کنه بوده اعمالش. خب من اگه تو خیابون چشم افتاد تو چشم یه نفر، چرا یارو باید قمیه یکیشی بیفته دنبالم؟ یه چیز خیلی رایجه تو ایران. تو ایران جرئت نمی‌کنی با مردم رو چش تو چش بشی. این چه دلیل منطقی داره که من یه نفر دیدم یارو بخواد منو بکشه؟ یکی دیگه گزینه نبودن شادی تو جامعه است. مثلا چیزی به نام جشن و کارنوال و زمان شادی جمعی نده. ببینید وقتی مثلا یک قضیه مثلا سود ایران به جام جواری میشه، مردم تو اون یه هفته اون سه چهار روز خیلی شادن، خوشنود خیلی میاد پای. چیزی کاملا قابل لمسه. پس هر چقدر ما بتونیم جشن شادی تو کشور باشه، مخصوصا دست جمعی، که من ممکنه با دوستام خیلی شاد باشم، ولی طرف که اون شادی بهش منتقل نشده. شما تو هر جایی که مثلا
فرزند شما یه تولدی میگیری همسایه‌ت دعوت نمیکنه، شما خاطر شادی میکنه، اون میاد معترض میشه بر سر صداش مثلا مهمونی شما، ولی اونم اگه دعوت کنی هیچ وقت شاکی نمیشه، اونم موافق، اونم همراه میشه. یه قسمت دیگه اش برمیگرده به امید به آینده. وقتی طرف داره کار میکنه هیچ امیدی به آینده نداره و آرزوهاشو میبینه امکان‌پذیر نیست دستیابیش، خب این خیلی تو خشونت سرخوردگی ایجاد میکنه. سرخوردگی هم قاعدتا به خشونت میانجامه و این یه قسمتش به دولته که به قول من شاید 80% به دولته که خب این فرصتو چرا نمیذاره به مردم به آیندهشون برسن. یه قسمت هم اینه که مردم اندازه آرزوشون انرژی نمیذاره، یا به قول معروف میگم به اندازه آرزود انرژی بذار و فعالیت کن، یا اندازه فعالیتت آرزو بکن. معنی که روزی 5 ساعت 10 ساعت به زور کار بکنم چطور انتظار دارم یه کسی که روزی 17 ساعت 18 ساعت کار کنه به آرزوام به اون برسه، یعنی اون اهدافی که رسید، چون همه هم با رانت به جایی نمیرسن، خیلی هم با سعی تلاش میرسن. تو همین جامعه کنونی ایران هم خیلی هستن با سعی تلاش شبانه روزی به یه جایی رسیدن. این فرهنگ سازیه که بعد من به باور برسیم، میگم این بخش مردمیش من دارم میگم، اینی که نیستش بگیم خب دولت جمهوری اسلامی مقصر، ولی بخش مردمیش این که اصلا این ذهنیت ما نیستش که خب اگر من قراره به یه آرزویی برسم اندازه اون آرزوم تلاش کنم، خیلی توش کمه که مردم این باور داشته باشن. قاعدتا عمده کسایی که آرزوش رو اندازه تلاششونه واقعا میرسن بهش، حالا شاید با یه تأخیر ولی حتما میرسن. آخرین قسمت هم حس برابریه. من وقتی میام تو جامعه میبینم که یه نفر با یه دونه نامه، یک تلفن، با یک چیز ساده فرصت میگیره، خب سرخوردگی خشونت میاد. شما میرین توی یک بانک، کارمند بانک با یک نفر دوسته، طرف 200 نفر تو صف هم میاد با یه لبخند و فلان جلو همه کاغذش رو میده و کارش انجام میشه، یا تو خیلی جای دیگه. ما این میام اینا بخش اینی که ما بعد اول به خودمون برسیم، قاعدتا وقتی جامعه به این برسه که آقا همه با هم برابرن در همه جا، نه که اونجایی که به نفع منه قدرت ندارم نمیرسم خشونت به خرج بدم، ولی برعکسش وقتی که مثلا من میتونم عدالت رو برقرار کنم، عدالت برقرار کنم حتی اندازه همون کارمند با که مثال زدم میتونه عادل باشه، یا آقا خب 200 نفر باشن تو دوست من هستی که باش، یا خیلی جاها ما تو مثلا آقا دوست اون میاد میگه خب همه برم مثلا 3 ماه دیگه میان کالاشون رو تحویل بگیرن مثلا من تولید کنم، یه دوستم میاد میگم آقا تو فردا به جنس تو بردارم. این حس برابری خیلی بده تو ایران، قومی قبیله‌ای دوستی طایفه‌ای طرف کافی مثلا شما بری، من خودم تصادف کردم طرف 100% مقصر بود، داداش از من با صحبت اینا راضی میکرد که مثلا شکایت نکنم، بعد پلیس اومد اینا همشهری بودن با یه زبان، حالا نمیگم که حالا تو تفاهم نشه، صحبت کردم با زبان محلی خودشو اصلا گفتم مقصری، بعد جوری بود که همون راننده اتوبوس به من گفت تو راضی باش مثلا داری خسارت میدی، گفتم چرا باید راضی باشم. اینا برمیگرده این که ما حس برابری اصلا ریشه نداره توی فرهنگمون، این که مثلا اگه من فلان شهر زندگی میکنم همشهری مقصره دلیل نداره که چون که این فرد غریبه است از یه شهری از یه فرهنگ دیگه اومده حقشو من بخورم، حقشو بدم به نفری که متضرر شده. یعنی این بخشیه که اگر جامعه نهادی نمیشه، یعنی اینا رو بیان دونه به دونه آدم رو باور کنن 100% حکومت تغییر، حکومت از فضا نیمده. درسته متشکرم آقای احمدی خواه، متشکرم، سپاسگزارم از شما بابت نقطه نظر و دیدگاهتون. در رابطه با بحث شادی که فرمودید، خب کاملا درسته فرمای شما، خب شادی دقیقا نقطه مخالف خشونته، هر چقدر توی جامعه شادی بالاتر بره به تب خشونت از اون سمت پایین تر میاد. ولی در بحث فرهنگ سازی تا یه حدی موافقم تا یه حدی نه، به بحث فرهنگ سازی درسته که ما باید از خودمون شروع بکنیم، ولی توی یک جامعه وقتی قوانین حاکم باشه، یعنی قانون حاکم باشه توی اون جامعه، به تب من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم که بخوام حق کسی رو بخورم، یا اینکه بخوام به قول شما پارتی بازی بکنم برای کسی، چون قانون به من این اجازه رو نمیده. اگر قانونی توی کشور نباشه و همه چی بر پایه همون چیزی که شما گفتید، قومی قبیله‌ای یا دوستی یا همشهری بودن باشه، به طبع این اتفاقات پیش میاد و عواقب بعدیش هم به دنبالش خواهند بود. جناب آقای محمدی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست.
بوده مجدد خدمت همه دوستان. من میخواستم از این منظر بهش نگاه کنم که مهمترین عامل خشونت در کشور ما از نظر من ظلم و بی‌عدالتیه. ما تمامون تو یک جای یک مشکلی برامون پیش اومده که مورد ظلم واقع قرار گرفتیم. به قول دوستمون تو بانک، توی دادگستری، توی اداره دارایی یک نفر به ما ظلم کرده و این ظلم چون اونجا نتونستیم ما جواب طرفو بدیم در وجود ما رخنه کرده و یک جای فوران کرده. اون مامور شهرداری که میاد سیلی میزنه به پیرزن دستفروش که به خاطر فقر مالیش نمیزنه فقر مالی خودش، یک جایی بهش ظلم شده، حالا این ظلم سر این بنده خدا پیاده میکنه و این به خاطر نبود قوانین و اگرم قانونی است به خاطر اجرا نشدن قوانینه. که یک نمونهش چند سال پیش در عراق شخصی مرتکب قتل میشه و یک خانواده شاهد این قضیه ان، طرفو میگیرن و معلوم نیست با چه قانونی بهش وثیقه میذاره آزاد میشه و با کلاشینکوف میاد اون خانواده شاهدو میکشه. و اگر قانون بود، اگر درست اجرا میشد، هیچ موقع این خشونت فوران نمیکرد که از قتل یک نفر چهار نفر دیگه هم کشته بشن بعدش. ولی چون قانونی وجود نداره، طرف به راحتی با وثیقه آزاد میشه و اون چهار نفر هم میکشه و بعد از 6 ماه که میگیرنش اعدامش میکنن. ولی خب چه فایده داره دیگه؟ اگر قانون وجود داشت و در زندان میموند دیگه حداقل این خشونت تسری پیدا نمیکرد. متاسفانه این ظلمی که در جامعه ما توسط جمهوری اسلامی داره نهادی نمیشه و کاری میکنن که همه به هم ظلم کنن، چون شما وقتی توسط رئیست مورد ظلم واقع میشی نمیتونی سر اون جبران کنی، بس سر کارمند زیر دستت میاریش، اون کارمند زیر دست نمیتونه بر شما جبران کنه، پس میاد تو خونه اون ظلم رو اجرا میکنه. در واقع این تا وقتی این ظلم هست و نبود قانون و درست اجرا نشدن قوانین، ما همیشه این داستان رو داریم که فقر باشه چه نباشه. ما الان بسیار از خشونت‌ها رو داریم قسمت پولدار نشین شهر میبینیم، مثلا رفتی و فقر نداره، فقر موثره چه فرهنگی چه مالیش، ولی بیشتر از همه اینه که جمهور اسلامی ظلمی رو نهادینه کرده که همه یک جوری مورد ظلم واقع شدن و چون نتونستن اون لحظه جبران کنن در جای دیگه سر یه نفر دیگه خالی کردن و این تسری پیدا کرده و دائما هم ادامه داره. ممنون از وقتی که به من دادید. سپاسگزارم جناب آقای محمدی. جناب آقای سبزیان بفرمایید، خواهش می‌کنم، مایک در اختیار شماست. خیلی ممنون. درود مجدد. به نظر من موضوعی که انتخاب کردیم جوابش توشه، یعنی همون حق دنیای زیبا و آزاد، خشونت در جامعه ایران. من تا حالا خودم حالا نمیدونم شما هم طالبش دقت کردید 100%. ما کم پیش میاد توی بحث آزادمون در مورد حق دنیای زیبا و آزاد صحبت کنیم، همش دنبال حق نمیدونم حیات و از این صحبت ها هستیم. و منظورم از این صحبت ها و این جمله اینه که متاسفانه ما همش زنده بودیم، زندگی نکردیم. یعنی واقعا شاید 3 کلمه باشه ولی خب یه دنیا حرف توشه، یه دنیا درد توشه. و اینکه ما همش تلاش کردیم زنده بمونیم تو هر شرایطی، کسی که 10 ساعت 11 ساعت 12 ساعت تلاش میکنه، کار میکنه واسه زن و بچهش، فقط داره تلاش میکنه که اون دخل و خرجش به هم بخوره. عوامل زیادی دوستان گفتم، من واقعا لذت بردم از اینکه الان تو جمع شما هستم و این همه مورد، این همه دلیل، این همه نگرش ها و ذهن هایی که دلیل نظرهای مختلف ما گوش دادم واقعا عالی بود. اما یه موردم من خواستم اضافه کنم. الان فکر کنم آقای محمدی بودن اگه شما نکنم نفر قبلی، فرمودن که اون یه جا ظلم شده، اون هم افزار ظلم کرده. خب وجدان چی میشه؟ انسانیت چی میشه؟ این که من بیام بگم خب این منو زد، حضورم به این نمیرسه، برم اینو بزنم، اون آگاهیه چی میشه؟ اون مسئولیت پذیری چی میشه؟ اون وجدان چی میشه؟ یک مثالی آقای احمدی خواه زدن، گفتن که طرف اومده به من حالا ظلم کرده، در حقا من گفته بود همون سمن ببرد حلالم خود. طرف باورم داره که آقا یه حلال حرومی هم هست، ولی بعد میگه خب منو ببرد حلال کن. یعنی که اون باوره خودش هم اعتقاد نداره. من مثلا میگم یکی مسلمونه حلال حروم سرشه، یعنی باور نداره که بابا این حرومه، مثلا مثال عرض میکنم، ولی باز میگه منو ببخش. این حتی به اعتقادات خودش هم باور قلبی نداره که خودش کیه، آقا خودش به چی اعتقاد داره. واقعا میگه آره دیگه، آره این دفعه رو بزن، من این هزینه رو ندم دیگه. اون یعنی بخاطر همینه من تو صحبتام هم عرض کردم، شعار زیادیم، یعنی شعار زیاد میدیم، حرف نداریم، حرف میزنیم عمل توش نیست.
شعار میدیم که آره ما باید این کارو بکنیم، ما باید این کارو بکنیم، ما باید اون کارو بکنیم، ما باید عدالت اجتماعی داشته باشیم. اما متاسفانه عدالت اجتماعی که شروع میشه من که جو وایسادم، کسی که میاد تو بانک میره جلو، رفیق من اونجا باشه بگه بیا بیا بیا، من میگم این همه وایساده حق ایناست، من به خودم اجازه ندم برم جلو. حالا اون میگه بیا، من که دیگه اختیارم دست خودمه و اونم دست خودم نیست. و به نظر من سعی کنیم، من خودمو میگم، من جسارت به هیچ کدوم از عزیزان ندارم، من از خودم دارم به خودم میگم، دارم محسن به محسن میگه، سبزیان داره به سبزیان میگه، که حرف نباشیم، عمل باشیم، از خودمونم شروع کنیم. و 100% جمهوری اسلامی مقصره بدون شک، هیچ شکی توش نیست. ولی اینکه یه سری چیزها رو به یه سری چیزهای دیگه هم رفت بدیم و فقط بگیم مقصر جای دیگه است، به نظر من اشتباهه. و میگم اصلا در مورد خشونت خیلی میشه صحبت کرد، اصلا من کلمه به نام غیرت رو قبول ندارم. من کلمه ناموسه، من ناموسه من چیه؟ طرف یک انسانه، زن یک انسانه، حق انتخاب داره، حق نگرش داره. مال منی مگه من ماشینمه که بگم ناموس منه؟ اون یه انسانه میتونه زندگیشو بکنه، اینکه مثلا میگه مال منه چیزی مال منه، مگه مثلا نمیدونم من چی بگم، گوشیمه، خودکاره؟ یک انسانه، حق انتخاب داره، تا یه جایی با شما بوده، اگه نمیخواد میتونه بره. و ما هنوز به این اصطلاح میتونم بگم درک نرسیدیم متاسفانه توی اون جامعهمون، که البته اون فشارهای فرهنگی و خانوادگی و قومی قبیله‌ای و نمیدونم اقتصادی و نمیدونم فقر و اون خشونت و اون تبعیض و همه اینا به هم میاد، یعنی همه اونا بی تاثیر نیست، عوامل خروجی همیشه تاثیر داره. ولی خب عوامل درونی چی؟ اون که من انتخاب میکنم، من همیشه میگم هر اتفاقی که توی جامعه، توی زندگی یک انسان براش دور اطرافش میفته، انتخاب نهایی خود شخص میکنه. من اصلا به کلمه ای به جمله که میگم من انتخاب دیگه ای نداشتم واقعا اعتقادی ندارم. همیشه آدم یک انتخابی میتونه بکنه، ولی چون سخته نمیکنه. من ماکم رها میکنم چون زیاد صحبت کردم، بیشتر از 3 دقیقه بشه که بقیه دوستان هم بتونن صحبت کنن. ممنون. سپاسگزارم جناب آقای سبزیان، کاملا درست میفرمایید دیگه، انسان همیشه باید از خودش شروع بکنه، اول ببینه واقعا خودش در واقع در جایگاه طرف دیگر بذاره، فکر کنه اگر خودش جای اون شخص بود و یک نفر دیگه میومد و حقش رو ضایع میکرد، آیا مثلا قبول میکرد همچی چیزی و خوشایند بود براش یا نه. اگر به همچی چیزی خودش جای دیگری بذاره، قطعا خودش هم نمیاد به کسی دیگه ظلم بکنه و یا حق کسی دیگه رو بخوره. جناب آقای کچویان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و تشکر خدمت همه همکاران و بینندگان و شنوندگان عزیز. ممنون از بحث خوبی که شد. همونطوری که نظر آقای ناصری و بانو شاه سوانی بود، بله قطعا جمهوری اسلامی کوتاهی کرده و بهداشت روانی و قوانین نقش خیلی مهمی تو کاهش خشونت داره. حالا من میخواستم از یه دید دیگه این قضیه رو نگاه کنم. حکومت نمیتونه فاصله بسیار زیادی با مردم خودش داشته باشه و مردم هم نمیتونن ظاهرشون با باطنشون یه فاصله ای از یه حدی بیشتر داشته باشه. خشونت یه بحث درونی هم داره که آدم باید بخشیدن رو یاد بگیره و بخشیدن رو به دیگران هم یاد بده. حالا یکی یه ظلمی کرده، بالاخره ظلم همیشه هست و آدم نمیتونه هم با همه بجنگه و هم نمیتونه همه ظلما رو به عدالت بسپاره یا مثلا حلشون کنه. یه دایره معیوبه که حالا اگه یکی به من یه بدی کرده، من اینو توی دلم نگه دارم و حالا سعی کنم رو سر اون طرف یا یه نفر دیگه خالیش کنم. آدم باید یاد بگیره که خیلی وقتا چشش رو خیلی چیزا ببنده و خیلی چیزا رو ببخشه. هر روز یه روز جدیده و خیلی مهمه که آدم هر روزی که از خواب بیدار میشه، اون فکرای بد و اون احساس بدی که دوست داره انتقام ظلمایی که بهش شده رو بگیره رو از خودش دور نگه داره.
ممنون از اینکه مایکو در اختیار من گذاشتید. من مایکو رها میکنم. سپاسگزارم آقای کچویان، متشکرم. سکا خانم شاهسونی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. ممنونم که باز این فرصت در اختیار من گذاشتید. من میخواستم اشاره کنم به صحبتی که آقای سبزیان کرد در مورد اینکه ما از خودمون شروع کنیم تا حدودی درسته، ولی توی جامعه ایران با توجه به فقر فرهنگی که هست واقعا این مشکله. الان خود ما، خود من به شخصه، تا وقتی ایران بودم آیا اطلاعی از اطلاع این اعلامیه جهانی حقوق بشر داشتم؟ آیا اطلاعی از سند بی سی داشتم؟ چرا الان حکومت قبول نمی کنه اصلا سند بی سی تو جامعه رایج بشه، آموزش داده بشه تو مدارس؟ چون میخواد مردم توی همون فقر فرهنگی بمونن. الان شما آقای ناصری سوال کردید که آیا میشه با این حکومت خشونت نداشته باشیم؟ واقعا آیا میشه؟ شما نگاه کنید، بیس قانون اساسی ما شرع ماست. خب توی شرع ما هر قانونی داریم الان نگاه کنید قصاصه، یعنی هیچ بخششی نیست، هیچ رحم و مروتی نیست، اعدام، شلاق، قصاص. خب الان من چند روز پیش یه مطلب خوندم، سال پیش 500 هزار نفر از شاگردان ما ترک تحصیل کردن به خاطر مشکلات اقتصادی. خب این بچه‌ای که توی این سن با این همه شوق و ذوق میخواد تحصیل کنه با یه همچین مشکلی روبروی، آیا دیگه چیزی به نام مهربونی تو وجودش میمونه؟ چطور آخه؟ واقعا شرایط ایران خیلی دردآوره، خیلی سخته. شما الان نگاه تقویم ما بکنی تا میتونن عزاداری، ولی آیا چند روز تعطیل هست که مردم شادی بکنن به قول آقای احمدی خواه؟ آیا داریم؟ واقعا سخت بدونیم، یعنی درسته باید اینجوری باشه، ولی توی اون شرایط توی ایران انقدر مشکلات زیاده که دیگه مردم اون بهداشت روانی، اون آرامش رو دیگه ندارن. واقعا نه که بخوان نداشته باشن، ندارن، نمیتونن داشته باشن. واقعا من فکر میکنم با این حکومت نداریم چیزی که خشونت نداشته باشیم. من نظرم اینه. ممنونم از فرصتی که به من دادید. سپاسگزارم خانم شاهسونی. بله دیگه، وقتی که از بیس همه چی، از پایه همه چی خراب باشه، واقعا دیگه هر کسی فکرش فقط فکر منافع شخصی خودش، یعنی هر کس به فکر اینه که بتونه، حالا هم اگه بحث اقتصادیش رو بخوایم در نظر بگیریم، بتونه مخارج خودش رو تامین بکنه، زندگی خودش رو تامین بکنه، و دیگه واقعا اون رحم و مروتی که باید تو وجود هر انسانی باشه یه کلا فراموش میشه. سرکا خانم چگینی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام خدمت همه. منم راستش خیلی برام جالبه که واقعا حق دنیای زیبا و آزاد برای همه در مقابلش خشونت در جامعه، یعنی اینا دو تا نقطه متقابلن و واقعا با هم هستن. یعنی وقتی ما تو جامعه ما 50% جامعهمون خانم هایی که وجود دارن و اونها رو ندید میگیرن و حق آزادی که باید در حق لباس پوشیدنشون اونو داشته باشن ندارن و از طریق این استفاده هایی میکنن. شما فکر کنید ما مثلا خشونت پنهان داریم و خشونت آشکار. خشونت آشکار شما یکی رو میزنید، خشمشو در واقع همه میبینن، شما علیه اون خشونت میکنید، خشونت ارائه دادید. ولی فکر کنید در ادارات خانمایی که شاغلن، حالا معلمن، کارمندن، پرستارن، فکر کنید اینا چه خشونت های پنهانی علیه اینا از طریق حراست، گزینش مدام صادر میشه. یعنی فکر کنید یک خانم حتی توی جشنی که شرکت میکنه مدام باید حواسش باشه لباسش چطور باشه، حالا خانم دیگه که از اون خوشش نمیاد ازش عکسی نگیره، نبره حراست، نبره گزینش که براش دردسر بشه، اخراج بشه و خیلی چیزای دیگه. واقعا تو جامعه ما وجود داره. همین خانمی که مونا حیدری که تازه به دست شوهرش کشته شده،
یعنی ما میتونیم بگیم خود جامعه ما مقصر کامل و 100% در کشتن مونا حیدری. چرا که فکر کنید اینقدر به این آقا انگ اینو زدن که تو بی غیرتی، تو زن تو ول کردی، ایجور شده بود. که فکر کنید این خشم و خشونتی که در این فرد فوران کرده و میاد کسی که عشقشه، کسی که دوستش داشته، به هر حال از اون یه فرزند داشته. ما نمیتونیم بگیم این مرد واقعا چه مرد رذلی بوده، که مطمئنن یا روزای خیلی خوبی رو با هم داشتن، ولی فکر کنید این خشونت چقدر رو این تأثیر گذاشته که تونسته به راحتی سر اونو ببره و مردم ما و جامعه ما مقصرن که اینقدر این آقا رو تحریک کردن. یا خیلی قتلای دیگه، یعنی خانواده ها حتی خیلی جاها ما میبینیم که مثلا یه نفر رو میکشن و میگن من به خاطر تو این کار رو کردم که دیگه ساکت باشین. یعنی در واقع ما خود دولت جمهوری اسلامی با من کردن حق دنیای زیبا و آزاد برای همه، مخصوصا برای زنان کشور ما، خودش خشونت رو در واقع رواج داره میده. یعنی همه رو علیه هم میشورونه. فکر کنیم ما تو کشورمون خیلی عزاداری داریم، نمیدونم شهادت نمیدونم فلان امام، فلان پیغمبر یا هر کسی دیگه، بعد یه خانواده ای میخواد تصمیم بگیره بره حتی بیرون تو طبیعت یه روزی رو بگذرونه. اینقدر همه پاچش میگن که اگه شما برید امروز عزاداریه، اینجوریه، اتفاقی که بیفته همه سرزنش میشن که آره به خاطر این بود. یعنی کل جامعه ما رو از هر حیطه‌ای که شما در نظر بگیرید اینا رو مغزشون رو شستشو دادن با افکار منفی و تفکرات منفی که حق دنیا، این زیبایی و این آزادی رو از ما گرفتن متاسفانه، مخصوصا برای خانمای ما. من خودم چون تو لرستان زندگی کردم و یه بافت عشیره‌ای داره اونجا و عشایر زیاد هست، ما واقعا وقتی می رفتیم عروسی جایی خیلی جاها می ترسیدیم که اگه روسریمون عقب باشه، حالا یا مثلا به هر حال یه جایی باشی که مثلا توی جشنی چیزی که هست که مردا و زنا قاطی هستن دعوایی نشه. چرا؟ چون ما حتما باید پوشش کامل داشته باشیم که مثلا فلان خانم یا فلان آقا نگاه هم نکنن یا یه همچین حالتی، که حتی تو مراسم شادی ما به محال بود به دعوایی نکشه یه جایی. خیلی جا خلاصه به این شکل حالا من خواستم برای نظرمو ابراز کنم و نظرمو بگم، حالا نمیدونم تا چه حدی درست هست ولی این نظر من هست. خب من مایکو آزاد میکنم. تشکر از دوستان. سپاسگزارم خانم چگینی. متشکرم. بله همونطور که قبلا هم عرض کردم بحث فرهنگ هست، ولی بحث قانون چی میشه این وسط؟ بالاخره هر کشوری توسط یه قانونی داره اداره میشه. حالا اون قانون میتونه نواقصی داشته باشه، ولی به هر حال قانون باید حاکم باشه و توی کشورم به خاطر وجود همین قوانین اشتباه که اجازه میده به یک نفر که بیاد زن خودشو اونجوری بکشه و با وقاحت تمام توی خیابون اینجوری دستش بگیره، واقعا حتی من فیلمش هم دیدم حالم بد شد. نمیدونم حالا اون شخص با چه دیدگاهی، چجوری بزرگ شده، چجوری تربیت شده، تو چه خانواده‌ای بزرگ شده که به خودش این اجازه رو داده که همچین کاری بکنه و قانون متاسفانه ازش حمایت میکنه. طبق قانون میدونید که اگر یک مردی شک بکنه حتی به زنش، حالا اون بحث این که اگر در حال حالا زنا ببینه میتونه بکشه همه میدونیم، ولی یک قانونی هم هست که اگر حتی شک بکنه به همسرش که همسرش خیانت میکنه بهش و اون رو به خاطر این شکش بکشه، فکر میکنم پنج سال حبس براش میبرن. همچین چیزی من شنیدم، همچین قانونی ما داریم توی کشورمون. خب وقتی همچین قانونی هست، خب همچین ضعفی وجود داره توی قانون، خب خیلی ها به خودشون شاید همچین اجازه رو میدن که همچین کاری بکنن. جناب آقای امامی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست.
خب صدای بنده رو دارین دوستان؟ درود بر شما. بنده هم با سخنان شما کاملا موافقم. یک کشوری که میشه کشور فنلاند، کشوری میشه دانمارک، کشوری که میشه بلژیک و آلمان که سطح خشونت در جامعهش پایینه، انسان‌ها همون انسان‌ها هستن. تنها فرق ما که در خاورمیانه در ایران زندگی می‌کنیم و آنها در این کشور زندگی می‌کنند، دو انسان، این است که در کشوری زندگی می‌کنند که دارای امکانات آموزشی بهداشت روانی هستند. بچه‌ها از بچگی یاد می‌گیرند که دختر و پسر، زن و مرد برابر هستند، در یک کلاس در کنار هم رشد می‌کنند. اون مردی که بلند میشه میره سر زنشو میبوره، حالا خارج از بحثی که خانم بکنم شاخصوانی بودن یا خانم ایمانی بود که میگفتن تحت فشار بوده، تحت فشار بوده، اما به قول دوست دیگرم که همه حق انتخاب باید دیگری از قانون میترسی، طبق قبطه شما که قانونی وجود نداره، که واقعا هم وجود نداره، طرف میاد ناموسشو میکشه، با افتخار هم اعلام میکنه و بعد دیهشو میده اگر کسی باشه که مدعی دیهش بشه. چون تو قبای جنوبی ایران کسی که خانواده مقتول اصلا مدعی دیهش هم نمیشه، چون سرفکندن، یعنی آقا دختر ما این کارو کرد، دست پسر هم درد نکنه که پشتش. این دولته که اینجا باید جلوگیر و جلودار این خشونت ها باشه. در ایران مسائل بهداشت روانی بسیار بسیار، یعنی اصلا فراموش شده است. شما شاید از هر 10,000 نفر ایرانی رو پیدا کنی یک نفرش به مشاور مراجعه کنه برای مشکلات روانیش، برای مشکلات تربیتیش. یک، هزینهش بالاست. خب حالا وقتی هزینهش بالاست، دکتر که رفته درس خونده اون هزینهش رو میکنه، چرا دولت حمایت نمیکنه که آقا من علیرضا امامی که دارای مشکلات روحی روانی هستم برم به مشاور مراجعه کنم و بتونم از مشاور استفاده کنم و تراپی کنم روح و روانم رو و یه کسی مثل اون پسر نشم و یه کسی مثل سعید حنایی که 16 تا زن ایرانی کشت فقط به دلیل اینکه من زنم، به دلیل اینکه زنش در تاکسی بهش تجاوز شده بوده. آسیب دید؟ کجا بود دولت؟ کجا بود خانوادش که اینو تراپی کنن که 16 دختر بیگناه رو کشت به قول خودش زنان روس و بعد هم خانوادش بهش افتخار کنن؟ مثلا قبلش هم میرسن شهید سعید حنایی، یه روز در سخنرانی جلسه کمیته زنان صحبتش بود. جمهوری اسلامی الان یه مرگ بر خامنه ای بگی پدرت در میاره، خودت که از زندگی سلب کنه، هیچ پدر مادرت هم از زندگی ساقط میکنه. چرا باید یه همچین جانی جنایتکاری رو سنگ قبرش نوشته بشه شهید؟ دین شماست، این فرهنگ شماست. وقتی که مأمور شهرداری دو گوش یه پیرزن میزنه، کجاست قانون؟ ۹۹% عدالتی های کشور ما تحت ظلم سیاست های جمهوری اسلامی. من 9 سال سازمان حفاظت کار کردم، به صورت شرکتی بودم، هر آن دری که شد بزنم واسه رسمی شدن من 900 تومان 1 تومان حقوق میگرفتم، رسمی میگرفت 2 میلیون تومان. پیر شدم از بی‌عدالتی که اونجا میدیدم. کی باعث بانیشه؟ من؟ شهروندای دیگه؟ نه. جمهوری اسلامی باید قوانینش رو بازنگری کنه، اگر نه به قول خمینی که گفته بود وای به اون روزی که بفهمن در باطن ذات شما چیست، در آن روز دیگه نه ما میمونیم و نه شما و خدای نکره یه روزی مثل روز یوم الله میاد و ما دیگر در کشور هیچ مسند قدرتی نداریم. تا کجا بشه این خشم ها بتره که از بحث‌های زیبایی فرهنگی اجتماعی شادی خانواده‌ها بگیر برو تا اقتصادش.
من ممنونم از اینکه مایک رو در اختیار من مجدد قرار دادید. سپاسگزارم جناب آقای امامی، متشکرم. خانم آناهیتا بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام خدمت دوستان، صدای من هستش؟ صدای من بله بفرمایید خواهش میکنم. همینطور که بقیه دوستان، اولا که سلام عرض میکنم خدمت همه و خسته نباشید میگم خدمت همه دوستان. همینطور که بقیه دوستان اشاره کردن، خشونت انواع مختلف داره توی جامعه ما متاسفانه، که خشونت علیه کودکان، خشونت علیه زنان، خشونت های اقتصادی، خشونت های فیزیکی، خشونت های خودمحور و علیه جنس دومی ها، همه اینا همه و همه توی کشور ما انجام میشه. منتها بروز این معضلات ریشه‌اش کجاست؟ که همه ما هم میدونیم جمهوری اسلامی ریشه‌اش در فرهنگ ماست، در مدیریت ضعیف جمهوری اسلامی ایرانه. حالا مهار و کنترل این خشونت در سطح جهانی بسیار حائز اهمیتی که سازمان ملل متحد تو کنوانسیون‌های مختلف و متعدد اومده. این کنوانسیون همچون کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی به اینو توجه کرده. ولی خب تو کشور ما جمهوری اسلامی چه کار میکنه؟ بعد من یه سوال داشتم بعد از تمام اینا. آقای احمدی خواه بودن احساس میکنم، میخوام آقای احمدی خواه به من جواب بدن. گفتن غیرت خیلی خوبه، من میخوام بدونم ایشون از چه نوع غیرتی صحبت کردن، چون ما همه جزء جامعه حقوق بشر، یعنی جزء گروهی هستیم که فکر میکنم که این حرفشون تناقض داشت. اگر اینم لطف کنم بگم ممنون میشم. من مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم خانم آرایتا. البته تا حدودی آقای سبزیان اون موقع جواب دادن، در واقع در رابطه با این کلمه غیرت صحبت کردن که اصلا واقعا به چه معنیه و اصلا باید استفاده بشه یا نباید استفاده بشه. سرکار خانم کریمزاده بفرمایید، خواهش میکنم. سلام خدمت دوستان، خسته نباشید. منم میخواستم یه کوچولو عقیده‌مون بگم در مورد خشونت. خشونت تو جامعه ما خیلی زیاده و خیلی آمارش بالا رفته، روز به روزم داره بیشتر میشه. همجور که دوستان گفتن یه علتش فقره، یه علتش بیکاریه، یه علتش بیعدالتیه، تبعیضایی که انجام میشه. من میخواستم مثلا یه اداره ای رو مثال بزنم که چرا باعث خشونت میشه. مثلا تو یه اداره میان رئیس اداره یا کارمندای اداره به زیر دستش میاد رابطه ای عمل میکنه. این رابطه ای عمل کردن میبینی که به کسی که مثلا فامیلشه، دوستشه یا یه نفعی براش داره، میبینی اضافه حقوق میده. یا مثلا من خودم پرستار بودم، یه توی قسمت پرستاری میاد بهش موقعیت میده، موقعیتش رو میبره بالا بدون اینکه هیچ ضابطه‌ای وجود داشته باشه، بدون اینکه هیچ سواد مثلا علمی بالا داشته باشه یا اینکه کارش خوب باشه، مهارت داشته باشه، میاد این یه سمت میگیره یا میاد اضافه حقوق میگیره. خب این باعث ایجاد خشم تو همکارای دیگرش میشه. میگم قانونی وجود نداره تو مملکت ما، تو سیستمامون، تو اداره هامون یا جای مختلف کشور قانونی وجود نداره که طبق اون قانون بخواد عمل بشه. بیشتر تو کشور ما الان پارتی بازی و رابطه ای عمل میکنن تا اینکه بر اساس قانون عمل کنن. این خودش باعث ایجاد خشم میشه. و یه ریشه دیگه هم که خشم داره، این توی تربیت ما هستش، توی پرورش ما هست، تو آموزش ما هستش. اگه این آموزش پرورش ما بیاد از همون ریشه، از با بچه ها جوری رفتار بکنه، جوری پرورششون بده که این خشم رو درشون ایجاد نکنه. و الان پرورش ما یه جوریه که خشم رو در بچه ایجاد میکنن.
و این باعث میشه که خب خشم رو بروز بدن توی عنوانهای مختلف و خشمشون رو بروز بدن. ممنونم که مایکو در اختیار من گذاشت. متشکرم سرکار خانم کریمزاده. بله، این بحث بی‌عدالتی متاسفانه توی کشورمون دیگه یه جورایی عادی شده در واقع. یعنی از همون رئیس یک شرکت شاید حالا کوچیک با چند نفر کارمند گرفته تا مسئولین رده بالای مملکتمون، همه و همه یه جورایی با پارتی بازی و به واسطه اون رابطه شون که سمت گرفتن و در واقع سمت سوادی که باید داشته باشن رو واقعا ندارم. سرکار خانم بیرجندی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. سپاسگزارم آقای ناصری عزیز و خسته نباشید میگم خدمت همه عزیزان. البته صحبت و نظر من هم خیلی خارج از صحبته که سایر دوستان کردن نیست و کاملا موافق با نظر همه دوستان هستم. فقط یه اشاره‌ای میخوام بکنم. یکی که در نتیجه این مسئله ما نداشتن یک سیستم قضایی مستقل کشورمون میتونیم یه ریشه در نظر بگیریم. بعد یه ریشه دیگه فقر و جهل و خرافات، یعنی خرافه پرستی و حتی تقدسگرایی یک ریشه دیگه است که اون هم مربوط به فرهنگ ما میشه که در واقع اون مردم باید خودشون در واقع یاد بگیرن و کنار بذارن. و یه مسئله دیگه هم که باز حالا من در کنار نظرهای دیگه دوستان میخواستم اضافه کنم بهش، شکاف طبقاتی در کشورمون هست که بسیار فاحشم هست. و ببینید جامعه ما یک جامعه بیماره، از هر نظری که بخوایم صحبته که دوستان کردن بهش توجه کنیم، و بسیاری پر از عقده ها و پر از حب و بغض های هستن با وجود این شکاف طبقاتی که در کشور ما وجود داره. به هر حال با توجه به اینکه الان سن فحشا رو و کارگران جنسی رو در کشورمون ببینیم به سن 13 سال رسیده، خیلی کم، خیلی پایین اومده این قضیه و کاملا هم مرتبط به فقر هست. و یکی این که به هر حال توی سنی هستن که خواسته هایی دارن، نیاز هایی دارن که حالا از طرف خانواده یا جامعه برآورده نمیشه. به هر حال اون نوجوان ها دارن تکنولوژی رو میبینن، دارن خیلی افراد دیگه ای که میگم که در سطح بالا هستن، یه که تو پرانتز اینو بگم متاسفانه به خاطر این وضعیت بیمار اقتصادی که در کشور ما هست، پولدارها در کشور ما پولدارتر شدن و فقیرها فقیرتر شدن. خب در نتیجه به هر حال اون نوجوانا یا جوانای مملکت یا اصلا مردم عادی خود ما به هر حال میبینن خیلی چیزا رو. و خیلی هم عذرخواهی میکنم که این حرف رو میزنم، من چون بارها خودم هم شنیدم اینو. اون این شاید مثلا بگین چیزی نیست، ولی به هر حال اینم یه خشمیه که در درون انسان ها هست. مثلا توی پمپ بنزین کسی بایستاده، یک نفر با یه ماشین آخرین مدل میاد اونجا و اون شخصی که داره بنزین میزنه، حالا با صدای بلند و با یه حالتی که شاید یه نفر دیگه هم بشنوه، یا اون طرف رو دزد میدونه یا کلاهبردار میدونه، تو دلش یه جوری داره فحش و نفرین میده و میگه چرا اون داره و من ندارم. این اتفاقات هم به خاطر همین شکاف طبقاتی که وجود داره تاثیرگذار هست بر عقده هایی که در درون انسان ها وجود داره و اونها رو وادار به حالا اتفاقایی مثل دزدی یا چیزای دیگه ای میکنه، یا همون سن فحشایی که گفتم اومده پایین و اینجور مسائل وادار میکنه و اینا همه خودش مجموعه ای میشه از این مسائلی که در انتها به خشم و خشونت و پرخاشگری حتی منتهی میشه. سپاسگزارم، ممنون که به صحبت من گوش دادین، ما در خدمت شما. سپاسگزارم خانم بیرجندی، متشکرم. جناب آقای کریمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. صدای من تو جلسه هست؟ درود بر شما. بله بفرمایید. درود بر شما همه عزیزان، خسته نباشید، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. منم خواستم نظرم رو اعلام کنم. البته این دایره
خشونت خیلی وسیع هستش، ولی به همه عزیزان هر کدومشون از یه بودی اونو به قول معروف به چالش کشوندن. من به نظرم ریشه خشونت کلن برمیگرده به حکومت‌های فاسد و اونایی که ساختار ایدئولوژیشون خیلی به قول معروف پیچیده هستش. ما از دهه 60 شاهد این خشونت‌ها بودیم، چه از اعدام گرفته، چه از اینکه جلوی ماشینای مردم رو می‌گرفتن برای کسانی که نوار کاست داشتن. مثلا قبل از اینکه جامعه به امروز به این شکل بیفته دارم خدمتتون اعلام می‌کنم. اگر اعتراضی هم داشتیم یا سرکارمون با دادگاه بود یا پاسگاه بود. اوایل دهه 70 هم که با اینا با ویدیو مبارزه می‌کردن، بعدش اومدن سراغ سی دی و دی وی دی. بعدم که مبارزات دیشی برای نابودسازی ماهواره اونم حمله به پشت بونا بود. واقعا خشونت در جامعه افزایش پیدا کرده. چون عامل‌های خشونت در جامعه بالاست. یکیش ازدیاد فقر و بیکاریه که همه عزیزان اعلام کردن و تأمین معیشت به افراد. عرض کنم خدمتون که ما تا زمانی که مخارج آزادسازی قدس و مخارج کنترل باب المندب و مخارج هلال شیعی و مخارج کلاهک هسته‌ای و مخارج ببخشید توله های نظام در خارج و داخل و مخارج مافیای واردات و مخارج دورزنندگان تحریم و مخارج طلاب و بسیجیان رو تقبل میکنیم، جامعه ما باید فقر و بیکاری توش باشه. از طرفی عرض کنم خدمتون که شما فرمودید در مورد عدالت جناب آقای ناصری، بیشک هممون به خاطر داریم، یه نمونهش همین در مورد گرگ‌های وال استریت آقای ولایتی مشاور بین الملل بیت رهبری که مردم رو به لنگ پوشی و نون خوش خوردن تشویق میکرد، ولی پسراش کت و شلوار پوش کروات زده تو پروژه های عظیم ساختمون سازی زمان تحریم پول به جیب میزدن. یا پسران آقای شمخانی که شرکت کشتیرانی و نفتکش و وقتی به قول معروف در جامعه بیت المال به صورت مساوی تقسیم نشه مشکلات فقر رو به همراه داره. از طرف دیگه هم این خطیبان نماز جمعه یکیش آقای علم الهدا تو همین نماز جمعه سری قبلش اعلام کرده بود که از نظر اقتصادی ما، یعنی این تحریما ما رو از نظر اقتصادی مقاوم کرده. الان هم در برابر تمام مشکلات معیشتی مردم مقاوم هستن و اینا همه زمینه ساز ظهور امام زمان. یعنی یه جوری اینا میان آخرش همه چیو به دین و به خدا و به مسلکشون به قول معروف گره میزنن. متاسفانه تا زمانی که حکومت ما این آقایون درش حکومت میکنن، ما شاهد این فقر و بیکاری و خشونت هست. خیلی ممنون که وقت به من دادید. سپاسگزارم آقای کریمی. بله همونطور که فرمودید متاسفانه وضعیت اقتصادی کشورمون به سمت و سوی داره میره که روز به روز اوضاع بدتر از گذشته میشه و همونجور هم که فرمودید برای وضعیت اقتصادی در واقع خودشون و اون آقازادهایی که خارج از کشور دارن پول به جیب میزنن روز به روز داره بهتر میشه تو همین وضعیت تحریم. یعنی در واقع این تحریم ها برای مردم خب فقط ضرر داشته، یه سودی که نداشت، ولی برای خود مسئولین و آقازاده هاشون که خارج از کشور هستن فقط سود و منفعت بوده و چیز دیگه هم نبوده. آقای علم الخدا هم که گفته تحریم ما رو قوی تر میکنه، درست هم گفته دیگه، گفته ما رو، یعنی خودشو گفته، خودشو اطرافیانش در واقع، مردم رو نگفته و خودشو اطرافیانش دارن روز به روز گردنشون کلفتر از قبل میشه. سرکار خانم ترابی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. درود بر همگی، عصر همگی بخیر. من نظرم اینه که تا زمانی که حکومت اسلامی روی کار هست
و دین و سیاست با هم دارن کار میکنن، حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی از اسمش معلومه دیگه، حکومت جمهوری ولی اسلامیه. در حقیقت اسلام داره بر مردم حکومت میکنه و اسلام یک دینی هستش که خب توش نابرابری، بی‌عدالتی، برخلاف اون چیزی که دارن میگن، بی‌عدالتی هست و زن ذلیلی هست، زن مال مرد هستش، زن ناموس مرده، مرد باید غیرت داشته باشه. تا زمانی که حکومت اسلامی باشه، بنابراین ما این چیزها رو خواهیم داشت. وقتی ما میتونیم عدالت رو در جامعه داشته باشیم، وقتی ما میتونیم یه قانون درست در جامعه داشته باشیم که حکومت دینی نباشه، دین کاملا از سیاست جدا باشه، حکومت‌های دینی همیشه شکست خورده هستن. وقتی که ما الان در کشورهای اروپایی می‌بینیم توی مثلا قانون اساسیشون درج شده که دین وارد سیاست نباید بشه، سیاست از دین جداست. خب مسلمه وقتی که توی ایران حکومت دینی باشه و در خب دین اسلام زن رو ذلیل می‌کردن، زن رو به عنوان مال خودشون میدونستن، مردها خب اجازه دارن چند تا زن بگیرن، بنابراین خب اصلا هیچ قانونی وجود نداره به نفع زنها، به نفع مردمی که مثلا تحت چیز باشن، ظلم باشن، نمیتونن از خودشون دفاع کنن. من عقیدم اینه که تا زمانی که اسلام بر مردم حکومت میکنه وضع همین منواله و بهتر نخواهد شد. ممنون که مایک رو من دادیم. سپاسگزارم خانم ترابی. بله قبلا من توی صحبتام بهش اشاره کردم، در واقع اسلام، در واقع قوانین شرعی اسلامی که بر کشور داره حکومت میکنه، خب همه و همه بر پایه خشونت دیگه. وقتی شما اجازه قصاص میدید، وقتی اجازه اعدام میدید، اجازه قطع عضو میدید، همه و همه اینا بر پایه خشونت دیگه. وقتی خشونت شما قانونمند میکنید توی کشور، به تبع جامعه اون کشور هم سرشار از خشونت میشه. از دوستان و همکاران عزیز اگر تمایل به شرکت در بحث آزادمون دارید میتونید دست بلند کنید، در غیر این صورت من جمع‌بندی کنم خدمتتون و ختم جلسه رو اعلام کنم. سپاسگزارم از همه دوستان عزیز. به طور خلاصه و برای جمع‌بندی بحث آزادمون، راهکارهایی که میتونیم بهش به اون اشاره بکنیم، در واقع بالا بردن استانداردهای اجتماعی در جامعه است. با بالا رفتن استانداردهای اجتماعی امنیت روانی به تبع بالا میره که این کار باید به دست دولت انجام بشه. و راهکار دیگه‌ای هم که باید توسط نهادهای دولتی انجام بشه و بهش اهمیت ویژه‌ای هم داده بشه، در واقع آموزش و پرورشه که باید کودک رو از همون سنین کودکی جوری بهش آموزش داده بشه که بتونه خشم خودش رو کنترل بکنه، که وقتی که بزرگ شد و وارد جامعه شد، این خشم هیچ وقت بروز پیدا نکنه، که نتیجه اون چیزی جز داشتن یک جامعه آروم نیست، که مستقیما مسئولیت تمامی این کارها به عهده دولت و حکومت حاکم بر اون کشور. سپاسگزارم از همه دوستان عزیز که ما رو در این جلسه همکاری کردن و در بحث آزادمون امروز شرکت کردن. من ختم جلسه رو در ساعت 17 و در تاریخ 27 فوریه سال 2022